بفرم. ممنون. ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به همه شما همکاران و همراهان محترم، امروز 28 اردیبهشت 1401 مصادف با 19 می 2022 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی هستیم با یک دیگر از جلسات میانه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. من ستاره دژم مسئول جلسه هستم و دستردرکاران فراخوان رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای مهدی کرباسیان، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ماه 1401. سپس آقای مصطفی منیری، بررسی هدف 7 از سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بعد از ایشون سرکار خانم زهرا باجلان، تصویری جدید از ابتذال و سانسور. سپس خانم سمانی بیرجندی با موضوع هنرهای زیرزمینی. سپس آقای پویا حسابی با موضوع روز جهانی مطبوعات. بخش فرهنگی هم با موضوع 28 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام. و در پایان هم بحث آزاد رو خواهیم داشت، حق آموزش و پرورش، مدارس، مؤسسات، هنرستان‌ها و دانشگاه‌ها در زمینه هنر. منشی جلسه سرکار خانم سمانه بیرجندی، ضبط صدا و تدوین جناب آقای پویا حسابی و محمد حسام فانی، ادمین ها خانم مرجان شعبان نژاد، خانم روزا جهانبین و خانم حسی عبداللهی است. ممنون از تک تک عزیزان. جناب آقای کرباسیان، اگر آماده هستید گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ماه 1401 رو میشنویم از شما. درود میفرستم به همه عزیزان و دوستان و کسانی که ما رو میبینن. من با اجازه اخبار شروع میکنم. اولین خبر، خبرگزاری هرانا تو ماجه سالهی خواننده رپ اعتراضی با انتشار مطلبی از احضار خود به واحد اجرایی احکام دادسرای شاهنشهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه 29 فروردین ماه 1401 توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی با انتشار مطلبی از احضار خود به واحد اجرای احکام دادسرای شاهنشهر خبر داد که این خبر شامل مواد نقض اعلامیه حقوق بشر میشه. ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان. خبر بعدی، حرفای رحمانیان از تلخی سینما نیمکت و 20 سال ناکامی آدمکش. محمد رحمانیان با ابراز تأسف از اتفاقهایی که برای فیلم سینما نیمکت از جشنواره فیلم فجر تا پخش ناگهانی در شبکه‌های خارجی رخ داده است گفت: یک فیلم نیمه تمام دارم که امیدوارم پس از 10 سال با پایان کارهای فنی به اکران برسد. این خبر شامل ماده 23 حق امنیت کار میشه. خبر بعدی، اعتراض همسر حبیب محبیان به تخریب آرامگاه این خواننده. همسر حبیب محبیان، خواننده کشورمان، که 6 سال پیش در یکی از روستاهای رامسر درگذشت، از ویران کردن بخشی از آرامگاه او خبر داد. ناهید بسیم در ویدیویی که در اینستاگرام منتشر کرده است گفته اگر کسانی از دفن همسرش در این منطقه ناراحت هستند، او میتواند پیکر حبیب را به جای دیگر منتقل کند. که این خبر ماده 6 یعنی ارزش انسانی در همه جا را شامل میشه. خبر بعد، انگ سیاسی بودن حرکت زنان سینماگر علیه خشونت را در نطفه خفه می کند. نیره توکلی، جامعه شناس، فعال حقوق زنان، مترجم و مدرس دانشگاه، با اشاره به بیانیه زنان سینماگر در اعتراض به خشونت علیهشان در این عرصه و زن سیاسی بودن آن می گوید مدام مطرح کردن این نکته که فلان قضیه ممکن است سیاسی باشد موجب خفه شدن آن در نطفه می شود. این خبر شامل ماده 21 حق دموکراسی، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا،
و ماده 22 حق امنیت اجتماعی می شود. خبر بعدی توضیح اداره کل هنرهای نمایشی درباره توقف اجرای تئاتر علی سرابی. پایگاه خبری تئاتر در پی انتشار اخبار مبنی بر توقف اجرای نمایش آن سوی آینه به کارگردانی علی سرابی در تالار وحدت تهران، اداره کل نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه با ارسال متنی به رسانه ها توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد که این خبر شامل ماده 23 حق امنیت کار، ماده 22 حق امنیت اجتماعی و ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه. خبر بعدی قوانینی که با سلیقه مدیران تغییر می کند. یک عکاس خبری در رابطه با محدودیت های موجود برای عکس برداری در معابر عمومی عقیده دارد که قوانین موجود در این زمینه اغلب سلیقه‌ای هستند و با آمدن یک مدیر جدید تغییر می کنند. اما آیا آنچه این عکاسان را محدود کرده قوانین موجود برای عکس مجوز است؟ آیا این محدودیت ها باید در فضاهای عمومی بسته و باز موجود داشته باشد؟ این خبر شامل ماده 23 حق امنیت کار، ماده 21 حق دموکراسی و ماده 19 حق آزادی بیان است. خبر بعدی روایت بهنوش بختیاری درباره آنچه تجربه آزار جنسی در سینما است می کنم. بهنوش بختیاری در گفتگوی از جنبش میتو حمایت کرده و روایتگر تجربه آزار جنسی که برای وی اتفاق افتاد. بختیاری اعلام کرده که جنبش مذکور را قبول دارد و اگر نیاز باشد نام آزارگر خود را اعلام خواهد کرد. ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 6 ارزش انسان در همه جا، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، ماده 5 شکنجه ممنوع و ماده 23 حق امنیت کار رو شامل میشه این خبر. خبر بعدی وحید تاج خواننده شناخته شده موسیقی سنتی اعلام کرد اگرچه قصد برگزاری کنسرت در دادگاهش دستور را داشته است، اما شرایط تنها سالن موجود این شهر مجتمع فرهنگی برای برگزاری کنسرت مهیا نیست و مسئولین سالن دیگر که تحت مدیریت اداره آموزش پرورش است اجازه ورود را به این سالن نمیدهند که ماده 23 حق امنیت کار شامل این خبر میشه. خبر بعدی ادامه واکنش ها به طرح حراج اشیاء تاریخی در مجلس. در ادامه واکنش های انتقادی به طرح تعدادی از نمایندگان مجلس با عنوان استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج ها، انجمن علمی باستانشناسی ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با خطرناک و شرم‌آور توصیف کردن این طرح، ایرادها، مغایرت‌ها و تعارض‌های قانونی آن را تشریح کرد که این خبر شامل ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه رو در بر می‌گیرد. خبر بعدی پیمان فرهنگیان راهی زندان لاهیجان شد. خبرگزاری هرانا امروز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر جهت تحمل حبس راهی زندان از برم لاهیجان شد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 پیمان فرهنگیان جهت تحمل حبس راهی زندان از برم لاهیجان شد. سعید مدنی بازداشت شد. خبرگزاری هرانا سعید مدنی نویسنده، جامعه شناس و زندانی سیاسی سابق بازداشت شد. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی اقدامات ضد امنیتی را از دلایل بازداشت او عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر سعید مدنی نویسنده، جامعه شناس و زندانی سیاسی سابق بازداشت و به زندان منتقل شده است. بر اساس این گزارش اتهام مطروحه علیه آقای مدنی سه ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی عنوان شده است. این خبر و خبر قبلی که خوندم برای دوستان شامل ماده 23 حق امنیت کار، ماده 21 حق دموکراسی، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 9
عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی ماده 8، رعایت حقوق انسانی توسط قانون در واقع در بر میگیره. خبر بعدی، با دستور مدیر کل ارشاد استان قم نمایش رابینسون کروزو توقیف شد. نمایش رابینسون کروزو به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی در شهر قم بعد از یک شب اجرا توسط مدیر کل ارشاد استان قم توقیف شد. دلایل توقیف این نمایش از سوی مدیر کل ارشاد این استان حجاب تماشاگران و رنگ یک چتر رنگی کمانی که در این نمایش استفاده شده عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، نمایش رابینسون کروزو به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی در قم بعد از یک شب اجرا توقیف شد که شامل ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 23 حق امنیت کار میشه. و آخرین خبر که خدمت دوستان بخونم، با حکم دادگاه تجدید نظر حسین روئین تن به 10 سال حبس محکوم شد. خبرگزاری هرانا، حسین روئین تن روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن دشتستان توسط دادگاه تجدید نظر استان بوشهر به تحمل 10 سال حبس محکوم شد با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی. مجازات اشد یعنی 5 سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. دادگاه تجدید نظر استان بوشهر حسین روئین تن روزنامه نگار و فعال سیاسی ساکن دشتستان را به 10 سال حبس محکوم کرد که این خبر شامل ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 21 حق دموکراسی هستش. خبرها تموم شد. من مایکو رها میکنم، در خدمت شما هست. خیلی عالی، متشکرم. با تجربه که دفعه اولتون بود همه چی کاملا درست و خوب. دوستان باردی هست که بخواییم به بله بفرمایید کنیم. سلام خدمت دوستان عزیز، وقت هم میگه بخیر. من فقط یه خبر میخواستم به خبرهای آقای کربوسیان اضافه کنم که خبر خیلی تازه است در واقع و خیلی دوست داشتم که اینو بگم حتما اینجا، که 6 ماه حبس برای یه خبرنگار به خاطر سوال از امام جمعه کرج. دوستانم لطفا دقت کنید که ببینید این حکم برای چی اصلا داده شده. آقای جواد موگویی مستندساز در صفحه اینستاگرام خودش نوشته که 6 ماه پیش فرزند رئیس شورای شهر کرج با خودروی شهرداری در شمال دیده شده. امام جمعه در خطبه‌اش به این موضوع واکنش اعتراضی نشون داده و کار به بی‌سی شبکه خبری نمیدونم تلویزیون کشیده و همه هم زبان به تحسین از عدالت‌خواهی امام جمعه گشودن. چند روز بعد مهیار تقی‌خانی خبرنگار اهل کرج در لایو اینستاگرامی ضمن تمجید از این موضوع، از موضع امام جمعه، از باب مثال سوال میکنه که اگر دختر امام جمعه هم این کار را کرد موضع‌گیری میکنید؟ چند روز بعد دادستان کرج به استناد دفتر امام جمعه از خبرنگار شکایت میکنه و اون رو به 6 ماه حبس و 1 سال محرومیت از اینستاگرام محکوم میکنه. و تو حکم جالبه که چی نوشته؟ تو حکم نوشته که وکیل متهم در جلسه محاکمه ضمن قبول انتساب موضوع را پرسشی و تمثیلی دانسته که با دقت دادگاه در ملاحظه جنبه خبری را غالب دانسته و این تمثیل بالاتر از تصحیح می باشد. یک کلام، 6 ماه حبس برای غلبه جنبه خبری بر تمثیل. و دادستان هم در این شرایط بحرانی کشور، حالا این ادامه اخبار، نوشته به جای نظارت و کنترل بر بازار دغدغه حفظ حرمت امام جمعه رو داره، که حالا این ساعت فکر کنم 7 صبح ما، البته 10 صبح تهران میشه، این خبرنگارم راهی زندان شد. خواستم اینو خدمتون بگم و با شما به اشتراک بذارم. مرسی. همین علکی همون از شما خانم بیرجند. خب خانم بیرجندی، ممنون میشم که اسامی سخنران ها رو لطفا در کت بنویسید و موضوع سخنرانیشون رو.
خیلی هم عالی. این سراغ سخنران بعدیمون، جناب آقای مصطفی منیری، بررسی هدف 7 از سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. آقای منیری بفرمایید. سلام، مرسی بابت وقتی که به بنده دادید. حالا موضوع سخنرانیم همونطوری که خانم دژن فرمودن بررسی هدف 7 از سند 23 یونسکو. موضوع اصلی این هدف کلن انرژی و حالا کلن همونطوری که از عنوانش مشخصه، تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین. این هدف از 3 زیر هدف اصلی و 2 زیر هدف فرعی تشکیل شده. من این اهداف رو میخونم. 7.1 تضمین دسترسی به خدمات مقرون به صرفه، مطمئن و نوین در حوزه انرژی تا سال 2030. 7.2 افزایش قابل ملاحظه سهم انرژی های تجدیدپذیر در ترکیب جهانی انرژی تا سال 2030. 7.3 دو برابر کردن نرخ جهانی بهبود بهره‌وری و کارایی انرژی تا سال 2030. و اینجا دوباره زیر اهداف فرعی راجع بهشون سخن اومده به وسط. 7.الف تقویت همکاری های بین المللی برای تسهیل دسترسی به فناوری و امکان پژوهش در حوزه انرژی پاک، از جمله انرژی تجدیدپذیر، ارتقای بهره‌وری و کارایی انرژی و دسترسی به فناوری پیشرفته و پاکیزه تر سوخت فسیلی و ترویج سرمایه گذاری در تولید زیرساخت‌های انرژی و دسترسی به فناوری تولید انرژی پاک تا سال 2030. 7.ب گسترش زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی فناوری برای تأمین خدمات انرژی نوین و پایدار برای همه در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی، کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه و کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی، در راستای برنامه‌های حمایتی ویژه این کشورها تا سال 2030. حالا من اینو که سریع خوندم، اما میخوام برم سراغ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ببینیم که اصلا اونجا کلا راجع به انرژی چی گفته. با بررسی که توی قانون اساسی داشتم، هیچ بحث دقیقی راجع به انرژی نشده. فقط توی فصل چهارم که به نام اقتصاد و امور مالی، اصل 43 اومده میگه برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود، که توی بند 1ش میاد میگه تأمین نیازهای اساسی که مثل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش، پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است. حالا این توی فقط این امکانات لازم در واقع اون انرژی نهفته. و توی بند 7ش هم داره میگه استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. توی اصل 44 باز یک اشاره خیلی کوچیک به انرژی میشه، که حالا اولش میاد میگه که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح و استوار است. بعد راجع به بخش دولتی توضیح میده، حالا من فقط اون قسمتی که لازمه رو بیان میکنم. میگه بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، صدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی و و و و میباشد که در اختیار دولت هم هست. حالا میریم سراغ این بحثی که توی قانون اساسی از انرژی اومده و متوجه میشیم اصلا چیز روشنی راجع به انرژی توی قانون اساسی بیان نشد. اما من به شخصه رفتم توی وزارت نیرو قاعدت. من میخواستم اینم خدمتون عرض بکنم. من تمرکزم امروز راجع به برقه. حالا درسته هدف 7 راجع به انرژیه، اما در حال حاضر من امروز تمرکزم رو میذارم روی برق. کلن انرژی به شهروندان ایرانی به چند صورت خاص ارائه میشه. یکیش برق، بنزین یا گازوئیل یا بعضی فرآورده های نفتی،
و گاز. در واقع این سه حالت رو در عمده انرژی ارائه شده به جامعه ایران این هست. و من امروز تمرکزم رو روی برق میذارم. برق، مسئولیت توزیع برق در واقع تحت نظر وزارت نیروه، که حالا توی سایت وزارت نیرو به عنوان شرح وظایف وزارت نیرو، حالا براتون میخونم. کلن وزارت نیرو از چند بخش تشکیل شده؟ بخش آب، بخش آب و فاضلاب، بخش برق، بخش انرژی های تجدید پذیر، بخش پشتیبانی فنی و مهندسی، بخش برنامه‌ریزی و نیروی انسانی، که حالا باز یه سری شرح وظایف برای بخش برق وزارت نیرو توی سایت ارائه شده. اونها رو سریع میخونم. 1. سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و توسعه طرح‌های تولید، انتقال و توزیع انرژی برق در شهرها و روستاهای سراسر کشور. 2. بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها، برنامه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های صنعت برق و تعرفه‌های بهای مصرف و اشتراک برق به طور سالیانه جهت ارائه به دولت و مجلس و اجرای آنها. 3. برنامه‌ریزی جهت انجام طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با فعالیت شرکت و هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی کارکنان صنعت برق کشور. 4. جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های تولید و انتقال برق در سراسر کشور. 5. عضویت در کمیته و کنوانسیون‌های جهانی انرژی و کسب و تبادل اطلاعات لازم به منظور استاندارد کردن و ارتقای فعالیت‌های صنعت برق کشور. 6. هدفمند کردن میزان مصرف برق و یارانه‌ها برابر استانداردهای جهانی. 7. سیاست گذاری، نظارت و هماهنگی بین شرکت‌های زیر مجموعه به منظور اجرای به موقع طرح‌های برق در راستای پیشبرد اهداف کلان صنعت برق کشور. این هم در واقع حالا شرح وظایفی بود که وزارت نیرو در واقع از خودش توی بخش برق توی سایت قرار داده بود. الان می‌خوام یه بررسی داشته باشم نسبت به حالا عملکرد وزارت نیرو توی سیستم، حالا توی چند زمینه: 1. تولید برق، 2. توزیع برق، و 3. حالا هزینه ها، درامت ها و شاید هم صادرات. تا حدودی، چون این مسئله یه مسئله فوق‌العاده گسترده هست و احتیاج به بررسی خیلی اجمال مفصل تری داره، اما صرفا من مختصرا ارائه میدم این مسئله رو. یکی اینکه حالا داریم به فصل تابستون نزدیک میشیم و احتمال قطعی پیاپی برق تو ایران داره افزایش پیدا میکنه. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت که تلاش دولت در زمینه پایان دادن به خاموشی ها به نتیجه نرسیده و احتمال اون همچنان پابرجاست. شریعتی با اشاره به افزایش تعرفه برق، گاز و آب در ایران گفت این افزایش قیمت در بودجه 1401 هم تصویب شده. اینا همه اینا در حالیه که قبل‌تر ابراهیم رئیسی توسعه شبکه برق رو از اولویت‌های دولت خودش می‌دونست و گفته بود مسئولان وزارت نیروی کشور مسئولان وزارت نیرو اقداماتی رو در زمینه جلوگیری از تکرار قطعی‌های گسترده برق انجام دادن. قطعی برق توی ایران علاوه بر ایجاد یه موج نارضایتی عمومی، باعث آسیب و خسارت‌های چند میلیارد دلاری به صنایع کشور شده. قطعی‌های مکرر و خارج از زمان اعلام شده در اواخر بهار سال گذشته توی فعالیت بیمارستان‌ها، کلاس‌های مختلف آنلاین، امتحانات، برخی از مسابقات ورزشی و صنعت حمل و نقل اختلالات گسترده‌ای به وجود آورده بود و حتی باعث کمبود و افزایش نرخ بسیاری از کالاهای اساسی شده. حتی زمستون سال گذشته هم قطعی گاز و خارج شدن نیروگاه سیکل گازی باعث شد که تهران و خیلی از شهرهای دیگه ایران شاهد قطعی گسترده برق باشه. به طوری که قطعی گاز، خب این گاز، مصرف گاز افزایش پیدا میکرد توی فصل زمستون. حالا اینو بعدن در ادامه میگم که یک بخش عمده ای از تولید برق ایران از منابع، از نیروگاه های گازیه و وقتی مصرف گاز افزایش پیدا میکنه، خود به خود این نیروگاه های گازی سوخت اولیه‌شون رو از دست میدن و بعد ایران چیکار میکنه؟ میاد به جای گاز، به جای گاز طبیعی، مازوت رو جایگزین اون میکنه. مازوت هم گازیه که شدیداً باعث آلودگی هوا میشه.
حالا تا اینجای کار ایران با 10,000 مگاوات کسری برق تو تابستون و تا حدودی هم تو بهار و پاییز مواجه خواهد بود. اما حالا احتمالش هست که توی پاییز زمستون این اتفاق نیفته. من اونجا عرض کردم، گفتم که تقریبا 80% برق، 83% برق تولیدی کشور از نیروگاه‌های حرارتیه که همون در واقع ماده اصلیشون گازه. از همه اینها که بگذریم، میخوام برم سراغ اتلاف انرژی برق توی کلن سیستم توزیع ایران. خود وزارت نیرو خودش میگه که 44% از تولید برقش از نیروگاه حرارتی گازی و بخاریه. این نیروگاه های حرارتی گازی و بخاری راندمانشون 20-32%، یعنی 68 تا 80% اتلاف انرژی دارن و 44% از تولید انرژی اونم از همین هست. در حالی که اگر همین نیروگاه های حرارت گازی و بخاری به نیروگاه های سیکل ترکیبی تبدیل بشن، راندمانشون تا 45% میرسه، تقریبا 2 برابر. اما متاسفانه فقط 36% برق کشور از نیروگاه های سیکل ترکیبیه. یک آمار دیگه ای هم وزارت نیرو میده و اون اینه که 10-12% برق تولیدی کشور کلن توی همون مرحله انتقال توزیع از بین میره، اتلاف اونجا اتفاق میفته. این در واقع به خاطر فرسودگی سیستم توزیع برق. حالا بر اساس رقمی که ارائه شده، سالانه حدود 40 تراوات ساعت برق توی سیستم توزیع تلف میشه که تقریبا برابر با نصف کل برق مصرفی خانگی، کل مصرف خانگی برق، تقریبا نصف اون فقط توی توزیع تلف میشه. و کلا کارشناسا گفتن اگر ایران سالانه 2 میلیارد دلار برای نوسازی شبکه‌اش هزینه نکنه و تولید برق کشور رو در سال حداقل 15,000 مگاوات افزایش نده، وضعیت کفسری برق کشور همچنان بدتر میشه. یه نکته جالبی عرض بکنم، وزارت نیرو قول داده بود که سال پیش دقیقاً نه امسال ببخشید وزارت نیرو برای امسال قول تقریباً 3500 مگاوات افزایش تولید برق داده بود، قول 3500 مگاوات افزایش تولید برق. طی 2 ماه گذشته فقط 2 مگاوات اتفاق افتاده. حالا این 3498 مگاوات باقی مانده قراره توی 10 ماه آینده تولید بشه، دیگه باید ببینیم میتونن این کار رو انجام بدن یا نه. من میدونم من خیلی از گزارشاتم با اعداد و ارقامه و یه مقدار سعی میکنم یک جوری اینها رو بیان بکنم که بشه قابل مقایسه باشه و دوستان راحت تر بتونن بگیرن، وگرنه این اعداد و ارقام روی کاغذ و به شکل پرزنتاسیون خیلی بهتره. حالا من بحث تعرفه رو با کشور آلمان، بحث هزینه برق رو میخوام کوچولو با کشور آلمان مقایسه بکنم. میانگین مصرف توی آلمان برای یه خونه یه نفره 2300 کیلووات در سال برای یه خونه یه نفره 2300 کیلووات، برای یه خونه دو نفره 3000 تا و برای یه خونه سه نفره 3500 کیلووات. توی آلمان تعرفه برق به ازای هر کیلووات ساعت 30 سنت، حالا یورو، که حالا تقریبا میشه در حال حاضر تقریبا میشه در حدود 10,000 تومان، که حالا برای اون بر اساس اون چیزی که برای خونه یه نفره دو نفره و سه نفره گفتم میشه سالانه 690 یورو 900 یورو و 1050 یورو در سال هزینه‌شون میشه. اما حالا میایم سراغ تعرفه موجود در ایران. کلن تعرفه ها توی ایران به 5 قسمت تقسیم میشن که 4 قسمتشون مناطق گرمسیر هم. مناطق گرمسیر از یه یارانهی برای برقشون استفاده میبرن. اما خب حالا اون مناطق رو میذاریم کنار و فعلا راجع به منطقه عادی صحبت میکنیم. منطقه عادی
باز دوباره یک تعرفه تعیین کردم به عنوان تعرفه مصرف کننده های در واقع کم مصرف، اونهایی که زیر 100 کیلووات ساعت در ماه مصرف میکنن. حالا دوستان در جریان هستن که این تعرفه ها به شکل پلکانی، اما حالا اگر بخوایم همون پایه رو حساب بکنیم، یعنی 100 کیلووات ساعت در ماه، هر کیلووات ساعت فقط 60 تومنه. حالا یه حساب بکنیم، اون 10,000 تومن آلمان و 60 تومن ایران. خب این یک یارانه شدیدی رو میطلبه که یک فشار خیلی سنگینی رو روی وزارت نیرو و دولت میاره. حالا از حق نباید گذشت، متاسفانه خیلی ها میگن که نباید اینجور باشه، اما از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست و همونطور که عرض کردم خدمتتون، یک فشار خیلی شدیدی رو روی دولت میاره به خاطر یارانه‌ای که ارائه میکنه. بعد اما حالا من این 60 تومنه که گفتم، کلن هزینه تولید برق اگر سوخت رو بخوایم حذف بکنیم، که عرض کردم خیلی از نیروگاه ها گازی هستن، اگر بخوایم سوخت رو حذف بکنیم حدود 130 تومنه کلن هزینه های جاریش، حدود 130 تومن. اگر اون 60 تومن رو کم بکنیم، در واقع 70 تومن وزارت نیرو داره اضافه پرداخت میکنه بابت هزینه برق. یه خب خود برق ایران یک مقدار صادرات هم داره. کلن هزینه های جاری هزینه برق ایران 36 هزار میلیارد تومن. حالا این عددی که عرض میکنم مال سال 99، من عدد 1400ش رو پیدا نکردم. توی 1400 درآمد برق، درآمد وزارت نیرو از برق 25 هزار میلیارد تومن. یعنی چی؟ یعنی 11 هزار میلیارد تومن کسری داشت. حالا این حال، حالا این که داریم میگیم درآمدشون بشه نحوه، یه قسمتش از خود مصرف کننده ها و یه قسمتش هم از صادرات. صادرات هم توی سال 1400، مثلا صادرات توی سال 1400 8000 میلیون کیلووات ساعت برق بود، که حالا اینو دقیقا رئیس انجمن شرکت های خدمات انرژی ایران بیان میکنه. حالا میخوام به یه موضوع کوچیک دیگه بپردازم، اونم وابستگی برق ایران به گاز. من اونجا عرض کردم 83 خورده کلن وابستگی شدید صنعت نفت به گاز طبیعی امنیت تأمین پایدار برق رو در واقع به مخاطره میندازه و این نقیصه رو باید با توسعه نیروگاه های اتمی و تجدید پذیر پوشش داد. یکی از مهمترین مؤلفه‌های مهم توی حکمرانی صنعت برق تنوع سبد حامل‌های انرژیه. حالا همون چیزایی که در واقع انرژی رو تولید می‌کنن. خب حالا طبیعتاً حامل‌های انرژی بر اساس اقلیم جغرافیایی هر کشور تعیین میشه. توی ایران گازه، توی کشور دیگه زغاله و الی آخر. و حالا با توجه به این مسائل در واقع این سبد تعیین میشه، اما همیشه گفته میشه که باید تنوع وجود داشته باشه. میخوام یه مقایسه با آمریکا داشته باشم. آمریکا یه موقعی منتقد تولید برق از سوختهای تجدیدناپذیر و کلن سازوکار محیط زیستی بین‌المللی رو توی این حوزه بنا کرد. در حال حاضر آمریکا 60.5% از برق خودش رو از انرژی تجدید ناپذیر، از انرژی تجدید ناپذیر مثل گاز طبیعی، زغال، سنگ و نفت، همون سوختای فسیلی تأمین میکنه. نزدیک 20% از برقش رو از نیروگاه های اتمی و 8.4% هم از طریق نیروی باد تأمین میشه. سهم نیروگاه های خورشیدی فقط 2.3% و تقریبا 2% هم از بقیه منابع انرژی. کارشناسای انرژی همیشه میگن تنوع سبد حامل های انرژی تولید برق از نون شب واجب تره.
باید این مسئله رو مد نظر قرار داد که تولید انرژی توی ایران نباید صرفا به گاز تکیه بکنه. حالا میخوایم کوتاه راجع به این مسئله صحبت بکنیم که چه جایگزین‌هایی میتونه جای این گاز طبیعی باشه. یه قسمتیش میتونه انرژی‌های تجدیدپذیر باشه، مثل انرژی بادی و خورشیدی که حالا به صورت مداوم نیستن، اما خب به هر حال میتونن سهمی توی شبکه داشته باشن. البته این اواخر توسعه فناوری توی بحث انرژی خورشیدی باعث شده که کم کم این محدودیت ها هم رفع بشه. یه مورد دیگه هم که میشه به جای گاز طبیعی قرار داد، در واقع همون نیروگاه های هسته‌ای هستن که حالا در حال حاضر دوستان در حال حاضر باز میخوام نیروگاه های هسته‌ای هستن که در حال حاضر خب کل دنیا برنامه‌اش رو بر این اساس گذاشته که نیروگاه های هسته‌ای رو ببندن و ترجیحاً انرژی های تجدیدپذیر رو قرار بدن. من حالا دوباره یه گریزی میزنم به تولید انرژی توی ایران که ببینیم تولید برق توی ایران که ببینیم چند درصدشون در واقع هر کدوم از تولید کننده ها، هر کدوم از روش های تولید چند درصد از برق تولیدی کشور رو پوشش میده. توی ایران 83.6% از نیروگاه کشور وابسته به گاز طبیعی است. 83.6% از گاز طبیعی صرفا تولید میشه. 14.1% برق کشور هم تو نیروگاه‌های برقابی تامین میشه. بعد انرژی تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی و بادی کمتر از 1% و نیروگاه اتمی بوشهر هم که تقریبا 1.2% از برق کشور رو تولید برق کشور رو به عهده داره. راجع به همین مسئله اسکر سرمست کارشناس انرژی در باره خطر عدم تنوع سبد انرژی میگه که این نحوه چینش سبد تولید برق کشور میتونه امنیت انرژی ما رو به خطر بندازه، به این معنا که وابستگی بخش عمده تولید برق کشور به یه منبع میتونه خطری بزرگ رو برای ما رقم بزنه. من حالا صحبت های دیگه ای داشتم اما احساس میکنم وقتم خیلی اجازه نده، خیلی سریعتر از روی مسائل میگذرم. من فقط کوتاه بگم حالا راجع به همون جایگزین گاز، راجع به انرژی های تجدیدپذیر اگر بخوایم صحبت بکنیم میتونیم به انرژی بادی بگیم. منطقه مرز ایران و افغانستان بزرگترین محدوده بادخیز جهانه و این منطقه باد هرات، در این منطقه باد هرات که تحت تاثیر پدیده جوی به نام مونسون از شبه قاره هند رشد میکنه، در تابستان به مدت 120 روز در این محدوده وجود داره. این باد 120 روزه در کانال بین کوه هرات و دیواره سمت شرقی ایران قرار میگیره و اونجا رو به منطقه خاصی بدل میکنه. بعد از طرف دیگه پهنای گسترده کشور و تابش آفتاب 300 روزه تو اکثر مناطق کشور میتونه زمینه توسعه انرژی خورشیدی رو مهیا بکنه. بر اساس یک سری گزارشات ایران ظرفیت بالای 60,000 مگاوات در حوزه تجدیدپذیر رو داره که تقریبا از 10,000 مگاوات اون برای پیکزایی استفاده میشه کرد و 20 تا 30,000 مگاوات دیگه شو میشه صادر و کلن وابستگیمون به 83% تولید برق از گاز رو نزدیک 50% کاهش داد. راجب عرض کردم میخوام کوتاه بکنم. چون متاسفانه خیلی طول کشید. بله این بود، حالا کافی بود. ممنونم بابت فرصتی که به بنده دادید. مرسی.
ممنون از شما آقای امیدی. اندازه 6-7 دقیقه دیگه زمان داشتیم، ولی خب اگر که راحتی. خیلی هم عالی. دوستان در مورد سخنرانی آقای منیری اگه مطلبی هست میشنویم ازتون. بله جناب نوروزی بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر باشه. خسته نباشین. آقای منیری تشکر از صحبت‌های جالبتون و اموری که دادین. بحث صنعت برقی میشه، من یه مقداری چون که تعلق خاطری به این برق کشور دارم، برای همین خودم رو دخالت میدم، واسخواهی میکنم. در رابطه با نیروگاه سیکل ترکیبی صحبت شدش، میخواستم بگم که ما الان بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی خاورمیانه رو داریم به نام دماوند، که اسمش شده سال 1300 و یه اشتباه نکنم سال 1391 اسمش شده شهدای پاکدشت. بعد خب توان نامی این نیروگاه 3000 مگاوات هستش در ساعت و 6 تا واحد بخاری داره، 6 تا واحد گازی، در مجموع 6 واحد سیکل ترکیبی میشه. متاسفانه البته نه فقط این نیروگاه، ما الان نیروگاه نکا هم داریم، نیروگاه شهید رجایی قزوین رو داشتیم. ببخشید من نمیدونم چی شده این گلوم به چیز میکنم، عذرخواهی میکنم، که متاسفانه اینا به خاطر بگیم ضعف مدیریت وزارت نیرو در سالهای گذشته، چون که الان معاون وزیر آقای حائری هستش و ایشون یه فرد، البته میگم من به یقین میتونم خدمت شما عزیزان بگم که آقای حائری یکی از نخبه های برق ایران هستش و شاید ما در چندین سال گذشته شخصی مثل آقای حائری رو نداشتیم اصلا، ولی خب ایشون هم یه توانی داره و یه سری محدودیت ها مثلا میگم من همین امروز لینکدین رو باز کردم، داشتم نگاه میکردم موضوع اول چه خبره، بچه ها دارن چیکار میکنن اینا، دیدم که اینا برای تعمیرات اساسی هم به اصطلاح خوش اوورهال، برای اوورهال پره های توربین دارن دنبال شرکت های داخلی میگردن. چرا شرکت های داخلی؟ به خاطر تحریم هایی که وجود داره ما نمیتونیم اون پره ها رو بیرون بفرستیم. بچه ها هر پره ای من میتونم، البته میگم این صحبت من تقریبا برای سال 91 چیزی سروش 70-75 میلیون تومان هستش، یعنی به همین ارزونی هم نیستش اون پره رو تعمیرات اساسی کردن. ولی خب میگم امروز داشتن دنبال شرکت ها میگشتن که مناقصه ای برگزار کنن و بتونن این پره ها رو بفرستن تعمیر کنن. حالا خب شما در جریان هستین دیگه، حالا آقای منیری هم میتونن بیشتر توضیح بدن. خب شرکت مبنا یکی از شرکت های مادر تخصصی هستش توی افتتاح نیروگاه های کشور و این داستان، ولی خود مبنا هم نمیتونه این پره ها رو چی میگن تعمیرات کنه، اوورهال کنه. خب در نتیجه ما 2-3 واحدمون از کار میفته. تنها نیروگاه بس نیروگاه اتمی شدش، ما یه نیروگاه 1000 مگاواتی بیشتر نداریم. بس حالا نیروگاه اتمی حالا بهش بگیم، یه نیروگاه اتمی داریم من بوشهره که از اون موقعی که من یادم میاد قرار بودش برق تولید کنه، ولی تا الان 100 مگاوات هم فکر نمی‌کنم به شبکه برقی داده باشه. و موضوع دیگه ای رو که من بخوام صحبتمو خیلی کوتاه کنم خدمتتون عرض کنم اینه که متاسفانه به خاطر بدهی هایی که دولت به وزارت خونه های مختلف مثل بنیاد شهید، مثل بنیاد مستضعفان و ایکس و ایگر اینا داره، میاد خیلی از این نیروگاه ها رو واگذار میکنه و واگذاری این تخصصی که نیستش، میگه آقا جون من 1000 میلیارد بدهکارم، تو بیا این نیروگاه رو بعدا به جای 1000 میلیارد. و اون شخصی که میاد اینو میگیره، خب اون مجموعه اصلا مجموعه تخصصی در رابطه با برق نیستش، میاد مدیران ناکارآمدی قرار میده، مثل زمان آقای زریبافان که رئیس بنیاد شهید بودش و معاون اقتصادیشون آقای دکتر نمیدونم ببخشید این دکتر چی بودش یادم رفتش. خب اینا مثلا آدمایی بودن که وقت و بی وقت پا می شدن می اومدن چک می کردن.
به جای اینکه چک کنن سیستم داره درست کار میکنه، میومدن چک میکردن کی مثلا وایساده، مثلا کدوم اپراتور وایساده داره با بغل دستیش داره صحبت میکنه یا با تلفنی داره صحبت میکنه. دردشون این بودش. و مهمترین آیتمی که الان من میتونم بگم تو صنعت برق کشور به موزل خیلی شدیدی برخورده، بحث این سیستم کنترل پنلای هستش که تو اتاق فرمان هستش. خب همشون حالا تا اونجایی که البته الان نمیگم، تا اونجایی که میدونم تا زمانی که ما بودیم 90%شون ABB بودش و خب ساخت کشور آلمان بود. و با توجه به باز هم تحریم هایی که وجود داره این سیستم ها کاملا فرسوده شده. و در رابطه با سوخت ها صحبت کردم، من اگه بخوام صحبت کنم بکنم یه 60 دقیقه باید صحبت کنم، برای همین دیگه وقتتون رو نمیگیرم. و مرسی از صحبت های خوب آقای منیری، من خیلی دلم تنگ شده بود در این قضیه صحبت کنم. مرسی، خسته نباشید. ممنون از شما آقای نوروزی، ممنون برای مشارکت و اطلاعات تخصصی تر. بفرمایید آقای. مرسی. من حالا دقیقاً در ادامه صحبت های آقای نوروزی یک قسمتایی رو، حالا شما خانم دژم فرمودید که من هنوز فرصت داشتم، اون قسمتایی که حالا تا یه حدودی حذف کردم و اتفاقا یه مقدار بهشون اضافه میکنم. راجع به حالا سیستم تولید برقمون، همونطوری که آقای نوروزی فرمودن تقریبا 35% ظرفیت نیروگاهی ایران مال قبل از سال 1380. خب اینها استهلاک بسیار بالایی دارن و همونطوری که آقای نوروزی فرمودن کلا منتیننس اینا شدیداً سخته و یه سری شرکت تخصصی فقط از عهده اینا برمیان که متاسفانه همچین تخصصی هم توی ایران وجود نداره. من کوتاه هم عرض بکنم، مسئولین کشور راجع به برق تولیدی ایران غلوف میکنن و همیشه میگن 85,000 مگاوات، اما در واقع ظرفیت واقعی 62,000 مگاوات. 85 رو در واقع یه عدد موهومیه، اصلش 62,000 مگاواته که 12,000 مگاواتش هم در واقع مال صدهاست. این اواخر که خوشسالی شده تقریبا تولید برق صدها هم نصف شده و در حال حاضر تولید برق کشور 56,000 مگاواته. من فقط خواستم این نکته رو هم اضافه کنم. حالا یک بار دیگه میگم، عرض میکنم چون اعداد ارقام زیاده یه مقدار دیگه ذهن نگه داشتنشون مشکله. مرسی. ممنون از شما آقای مانی. خیلی هم عالی. اگه موافق باشیم بریم به شما از سخنران بعدیمون سرکار خانم زهرا باجلان با موضوع تصویری جدید از ابتذال و سانسور. خانم باجلان مایک بر شماست، بفرمایید. دوستان ممنون شما دسترسی خانم باجلان رو باز کنید. سلام، وقتتون بخیر. من باجلان هستم و میخوام صحبت بکنم براتون راجع به سانسور و شیوه های جدید اون در سینمای جمهوری اسلامی ایران. حکومت ایران تاریخچه سیاهی از سرکوب روزنامه نگاران، تعطیلی و توقیف رسانه های غیر همسو و طرد هر صدای مخالفی از رسانه های انحصاری خود را دارد. بازی جدیدی اما سرعت گرفته که شبکه های نمایش خانگی بازیگران اصلی آن هستند. آیا شکستن انحصار رادیو و تلویزیون دولتی ایران را به دست این پلتفرم ها باید جشن گرفت یا فقط انحصار رسانه ای، سانسور و محدودیت فرهنگی چهره جدیدی گرفته است؟ از یک شبکه نمایش خانگی چیزی شبیه به برنامه پرطرفدار کلاه قرمزی پخش می شود. شبکه های نمایش خانگی فعالانه سریال ها و برنامه های پرهزینه ای تدارک می بینند. اخیراً چهره های مطرود تلویزیون دولتی ایران با این شبکه ها همکاری می کنند و فضای این شبکه ها کمی آزادتر به نظر می رسد. ایرج طهماسب مجری پرطرفدار مجموعه کلاه قرمزی که چند سالی بود از تلویزیون دولتی ایران رانده شده بود، برنامه عروسکی جدیدی به نام مهمونی را آماده کرده و چند قسمت از آن در نوروز 1401 پخش شد و هنوز هم پخش آن ادامه دارد. آیا این نشان دیگری از شکست شدن انحصار صدا و سیمای دولتی ایران است یا تنها تلاشی است برای بازسازی این انحصار به شیوه جدیدتر؟ رادیو تلویزیون دولتی ایران بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ایران تنها
مجری قانونی تولید و پخش محتوای صوتی و تصویری در ایران است. هرچند انحصار شکننده در 3 دهه اخیر چند بار به چالش جدی کشیده شده است. وسعت یافتن استفاده ایرانیان از تجهیزات دریافت تصاویر ماهواره‌ای در دهه 70، راه اندازی و رشد فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی و نمایش خانگی و گسترش دسترسی شهروندان ایران به اینترنت در دهه‌های بعد از چالش‌هایی بود که برای صدا و سیمای دولتی ایران ریزش چشمگیر مخاطب را به همراه آورد. حالا چند سالی است که فضای رسانه‌ای داخل کشور پدیده جدیدی را تجربه می‌کند. پلتفرم‌های نمایش آنلاین محتوای تصویری باقی‌مانده مخاطبان صدا و سیمای دولتی ایران را به خود جذب کرده‌اند. اما آیا این پلتفرم‌های سیاست رسانه‌ای مستقل از حکومت ایران را دنبال می‌کنند؟ نظارت فرهنگی دقیقی بر شبکه‌های اجتماعی خانگی اعمال می‌شود. همانطور که جزئیات تصمیم‌گیری و شیوه‌های درونی سانسور در صدا و سیما واضح نیست، این شبکه‌ها هم از اعلام جزئیات برنامه‌سازی‌های خود خودداری می‌کنند. بسیار مشهود است که خط قرمزهای مشابه صدا و سیما در این شبکه‌ها هم دنبال می‌شود. برای هر کدام از این الگوها به راحتی می‌شود مثال‌های واضحی در این پلتفرم‌ها پیدا کرد. رعایت الگوی حجاب اسلامی، ترویج ارزش‌های اسلامی، ترویج فرزندآوری، حذف تصویر و صدای زنان، زن‌ستیزی به نام حراست از خانواده، سانسور صدای مخالف و البته محدودیت جدی برای موسیقی. در این میان استفاده از چهره‌هایی که پیشتر در صدا و سیما رانده شده بودند تنها یک امتیاز کوچک است. به سختی می شود نتیجه گرفت که این شبکه‌ها چیزی بیشتر از تلویزیون دولتی ایران هستند. همان برنامه‌سازها، همان شیوه‌های ترویج فرهنگ مورد تایید حکومت در این شبکه‌های دیجیتال هم وجود دارد. سانسور برنامه‌های غیر ایرانی، عدم رعایت حق مادی انتشار آنها هم تکرار شیوه‌های تلویزیون دولتی ایران است. شاید چیزی که در ایران رشد می‌کند تنها فرو ریختن صدا و سیما از داخل و جایگزین شدن بازیگران جدید است. گزارش‌های اخیر نشانگر ریزش سنگین مخاطبان صدا و سیما است. این سازمان عریض و طویل که رئیس آن مستقیماً توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، واکنش خاصی منصوب می‌شود ولی واکنش خاصی نشان نمی‌دهد. بر اساس لایحه بودجه این سازمان نزدیک به 5380 میلیارد تومان در سال 1401 بودجه خواهد گرفت. این بودجه از سال قبل 50% بیشتر است. درآمدزایی از طریق فروش آنتن تبلیغات هم رقم قابل توجهی به درآمد سازمان اضافه می‌کند. این ماجرا هر سال از پول فراوان و بازدهی اندک. به طوری که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه جمهوری اسلامی نمیتواند این را پنهان کنند. این خبرگزاری با اعلام جزئیات بودجه صدا و سیما می نویسد باید دید آیا خروجی آنتن رادیو تلویزیون هم با بودجه همخوانی خواهد داشت یا خیر. فقط شاید بتوان نتیجه گرفت که این پلتفرم ها تلاش میکنند نشان دهند رسانه آزادتری هستند. استفاده پررنگتر از جوک ها و شبه طنز های رایج در صدا و سیما ایران و انتشار برنامه های کمی شادتر تنها تفاوت قابل تعامل این پلتفرم ها با وضعیت امروز صدا و سیمای دولتی ایران است. رفتار حکومت ایران در استفاده از ابزار جدید برای اهداف تکراری خود تازگی ندارد. مصطفی میرسلیم وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موافقت با طرح ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت تصاویر ماهواره‌ای در جلسه علنی مجلس پنجم سال 1373 گفته بود در مورد آزادسازی ویدیو باید بگوییم آن روزی که ما آن را آزاد کردیم دیدیم که می توانیم آن را کنترل کنیم، ولی ماهواره در حال حاضر از کنترل ما خارج است. در طرحی که مجلس آن زمان به قانون تبدیل کرد و هنوز از قوانین رسمی جمهوری اسلامی است، وزارت کشور موظف شد با استفاده از نیروهای نظامی و نیروهای مقاومت بسیج نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام کند. مجلس آن زمان برای اجرای جمع‌آوری این تجهیزات به وزارت کشور 1 ماه وقت داد. 20 سال بعد از تصویب این طرح و اجرای آن توسط نیروهای انتظامی به شیوه‌های مختلف، مرکز آمار ایران گزارش معناداری منتشر کرد. بر اساس این آمار در سال 1395 نزدیک به 1/4 ایرانیان ماهواره دارند. طرح منع و ممنوعیت تصاویر ماهواره‌ای به وضوح شکست خورده بود. اما امروز
مشابه به استدلال وزیر ارشاد وقت سیاست رسانه‌ای حکومت ایران، اگر در سال 73 حرف از آزادسازی محدود و کنترل شده ویدیو ولی ممنوعیت ماهواره بود، حالا حکومت ایران اینترنت را روز به روز محدودتر می‌کند، اما سعی می‌کند جایگزین‌های داخلی برای آن پدید آورد. هرچند این جایگزین‌ها در حیطه اپلیکیشن‌های پیام‌رسان یا پلتفرم‌های اشتراک تصویر به نظر با اقبال چندانی مواجه نبودند، ولی توسعه شبکه‌های مجازی پخش فیلم و سریال به نظر موفق‌تر می‌رسد. در ایران شبکه‌های پرطرفدار خوانندگی مانند نتفلیکس پشت سد شکننده فیلترینگ قرار دارند. هرچند ایرانی‌ها حتی اگر این شبکه‌ها فیلتر نبودند، برای پرداخت ماهانه اشتراک آنها به مشکل برمی‌خوردند. البته کسانی هم هستند که برای هر دوی این مشکلات راه حلی پیدا کردند. آنها از انواع ابزار موسوم به فیلتر شکن استفاده می کنند و برای پرداخت حق اشتراک از دوستان و خانواده خود در خارج از کشور کمک می گیرند یا به بازار زیرزمینی انتقال پول به حساب‌های بانکی خارج از ایران متوسل می شود. با این حال سیاست رسانه‌ای حکومت ایران پافشاری دارد که پلتفرم‌های خارجی مسدود بمانند و جایگزین‌های داخلی آنها رونق بگیرند. سازمان تنظیم مقررات رادیویی در پاییز 97 سمیناری با نام تحول دیجیتال برگزار کرد. در آن زمان پلتفرم‌های اشتراک تصاویر دیجیتال چند سالی است که شکل گرفتند و حالا تنظیم کنندگان قوانین رسانه‌ای ایران به وضوح به درآمدزایی از این تحولات اشاره می‌کنند. حسین فلاح جوشوانی رئیس وقت این سازمان با تاکید تلبیحی بر پتانسیل درآمدزایی شبکه‌های دیجیتال و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر نتیجه می‌گیرد که حمایت از این پلتفرم‌ها سودآور است. هرچند در این سمینار حرفی از امکان اصلاح و سانسور محتوای غیر ایرانی در این رسانه‌ها و کنترل محتوای تولید داخل به میان نمی‌آید. تقریبا بعد از سمینار و در 3 سال گذشته شبکه‌های پخش محتوای تصاویر دیجیتال در ایران گام بزرگی برمی‌دارند. فیلم‌ها در کنار نماوا یکی از دو سامانه پیشرو در نمایش تصویر دیجیتال است. به طور خاص حجم رایگان یا ارزان ترافیک اینترنت برای مشترکان فیلم‌ها و نماوا یکی از حمایت‌های آشکار حکومت ایران از این شبکه است. مشترکان اینترنت برای تماشای محتویات این پلتفرم‌ها چیزی کمتر از نصف ترافیک اینترنت برای یک شبکه غیر ایرانی را مصرف می‌کنند. این البته در ارائه دهندگان خدمات اینترنت به ایرانیان متفاوت است. شرکت شاتل که خود از شرکت‌هایی است که شبکه تصاویر دیجیتال نماوا را راه اندازی کرده، تخفیفات ویژه برای مشتریان خود در نظر می‌گیرد. اختصاص اینترنت ارزان تنها یکی از راندهای حکومتی است تا شبکه‌های داخلی پخش محتوای آنلاین بتوانند مخاطبان بیشتری جذب کنند و آنها را راضی نگه دارند. رفتار رسانه‌ای حکومت ایران و تصمیم‌گیران رسانه‌ایش نمی‌تواند تحول دیجیتال نام بگیرد. رفتار حکومت بیشتر استفاده از امکانات دیجیتال برای احیای سانسور و گسترش همان ایدئولوژی سابقش است. تلاش حکومت برای انحصار دیجیتال حداقل در برنامه سازی صوتی و تصویری واضح است. انحصاری که پیشتر سازمان گسترده صدا و سیمای دولتی ایران بانیش بود، اما بروز شدن شیوه های سانسور و کنترل به سختی به معنای رفع این محدودیت ها باشد. شبکه های دیجیتال نمایش فیلم و سریال تنها راهی را ادامه می دهند که صدا و سیمای ایران به پیمودن آن مشغول بود و البته هنوز هم هست. با توجه به این مسئله که من آماده کرده بودم و براتون خوندم، یک مسئله دیگه هم که این روزها خیلی داغ هست توی برنامه‌های شب‌های مافیا، جوکر و برنامه‌ای هستن که از همین پلتفرم‌ها پخش میشن، هزینه‌های بسیار سنگینی بهشون اختصاص داده میشه. ولی مثلا توی جوکر اگر دقت بکنی صدای خانم صامتی اول پخش میشه، ولی حتی توی هیچ کجای برنامه بهشون حتی اشاره هم نمیشه. همینجا که این برنامه های تن ساخته میشه، حضور زنها اصلا هیچ معنی نداشته هیچ وقت و خانوم ها هیچ وقت شرکت نکردن توی این برنامه ها. و متاسفانه این یک نقاب و یک شوی خیلی بامزه و به اصطلاح خودشون خودگرانه یه که دوباره میخوان اعلام بکنن که آزادی دارن، که مردم میتونن حرف بزنن، میتونن شو داشته باشن، بگن، بخندن،
موزیک های قدیمی پخش میکنن میرقصن، ولی بله رقص و موزیک ها برای آقایون آزاد شده، ولی حتی کوچکترین حرکات برای خانم ها ممنوع تصویری و هزار تا داستان دیگر رو خواهد آورد که فکر میکنم یکی از همین برنامه ها آقای مهران غفوریان به اعتراض از جوکر گفته بودن که حتی این برنامه رو دیگه نگاه هم نمی کنن به خاطر اینکه اون بخش جوکر تایمشون فکر کنم به خاطر اینکه یه ذره با مزاج آقایون خوش نیومده بود سانسور شده بود. مرسی از اینکه مازو در اختیارم گذاشتین. من مازو رها میکنم. ممنون از شما خانم باجلان، ممنون برای اطلاعات جدید. بعد همطور که اشاره کردید و چیزی که واضحه لایه های رویی همه داستان ها، اما اگه کمی ریزبین تر و دقیق تر بشیم متوجه خیلی چیزها در حداقل برنامه های تلویزیونی که این روزها خیلی سر صدا میکنه خواهیم شد. خانم جهانبین میشنوید شما رو. خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم به همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سپاسگزاری میکنم از خانم باجلان عزیز بابت سخنرانی خیلی خوبی که داشتن. فقط من یه مطلبی رو میخواستم به صحبتشون اضافه کنم. خب بیشتر صحبت خانم باجلان در مورد نقش دولت در بحث سانسور بودش، اما من دوست دارم در مورد نقش مردم توی این بخش سانسور صحبت کنم. خیلی وقتا من میبینم که یه برنامه‌ای که پخش میشه و حالا یه آیتم هایی داره که سانسور نشده و شاید برای خیلی از ماها عادی باشه، اما میبینیم که مردم به خاطر جذب فالوور، به خاطر اینکه حالا پیجشون دیده بشه، شروع میکنن اون تیکه ها رو بولد کردن توی شبکه های مجازی خودشون و مطرح میکنن که چطور این صحنه سانسور نشده. این صحبتی که میکنن، این ریاکشنی که نشون میدن، عکس العملی که نشون میدن به این قضیه، باعث میشه که توجه جلب بشه و اون سانسورچی خب بگه که آره دیگه، حالا ما میخوایم این کار رو بکنیم، ببینید پس مردم خودشون دوست دارن که این سانسورها اتفاق بیفته، یا توجه ها رو جلب میکنن به این قضیه. پس من فکر میکنم این یه جور سوء استفاده است که خیلی ها دارن انجام میدن و برای اینکه دیده بشه پیجشون، خودشون و حالا صحبتاشون دیده بشه، میان یه همچین کاری میکنن و نمیدونن چه ضربه ای میزنه به اون کار، به اون پروژه و به اون حالا بازیگر یا هنرمند. یا مثلا میبینیم که اون مردم انقدر توی صفحه شخصی، حالا اون پیج مجازی اون شخص، حالا بازیگر هستش ها خواننده هستش، انقدر توی صفحه اون شخص میرن، انقدر بهش حرف میزنن که تو چرا یه همچین حرفی رو زدی، که اگر اون برنامه چند قسمتی باشه بارها ما دیدیم که طرف مجبور میشه بیاد عذرخواهی بکنه، بگه من اگر این حرف رو زدم داشتم شوخی میکردم، این رفیق مثلا 10 ساله منه، این همکار خوب منه. اینها هم به نوعی سانسور هستش که شما اگر که شخصی داره صحبت میکنه یا یه شوی اجرا میکنه، وقتی که شما میای یه همچین کاری میکنی، یه همچین برخوردی میکنی، باعث میشی که اون طرف به هر حال سانسور بشه، نهادهای بالاتر اونو میخوانش، مجبور میشه بره توضیح بده و عذرخواهی میکنه و حتی دیگه تغییر رویه میده، یعنی دیگه به خودش اجازه نمیده به خاطر اینکه کسی بهش حرفی بزنه یا سوء برداشتی بشه از حرفش، دیگه به خودش اجازه نمیده که بیاد اونجوری در واقع صحبت کنه و رفتار کنه و شو اجرا کنه. برای همین دوست داشتم این مطلب رو به صحبت‌های خانم باجلان عزیز اضافه کنم که همیشه بحث دولت نیست، حالا توی این دولت که هستش، اما قبل از این دولت هم سانسور بوده، همیشه توی هر نسلی بوده و این یه چیز کاملا طبیعیه که به هر حال اون خصلتی هستش که دولت‌ها اجرا می‌کنن متأسفانه. اما ما به عنوان شهروند عادی، به عنوان یک فرد از جامعه، باید یه مقداری بیشتر مواظب عکس العملامون و حرفامون باشیم که اثرش اینجوری ضربه نزنه به هنر و مملکتمون. مرسی. مایک در اختیارتون. ممنون از شما خانم جام. سلام عادی. اگه موافق باشید بریم سراغ سخنان بعدیمون.
سرکار خانم سمانه بیرجندی با موضوع هنرهای زیرزمینی. خانم بیرجندی، مایک بر شماست، بفرمایید. سلام مجدد دارم خدمت همکارای عزیز. خب، سالهای اخیر ما شاهد رشد انفجاری گروه های موسیقی زیرزمینی در ایران بودیم. این گروه ها از سوی نگرانی والدین رو سبب شدن، از یه طرف دیگه مسئولان فرهنگی کشور رو به تکابو واداشتن. در واقع پایین بودن سن یا محتوای صریح و انتقادی و گهگاه معارض با ارزش‌ها و کدهای اخلاقی اجتماعی، دسترسی به فناوری‌های نوین تولید و نشر جدید و از جمله اینترنت و تولیدات موسیقی های این گروه ها بسیار زود این موسیقی رو تبدیل به زبان نسل جوان و یکی از عناصر فرهنگ جوانان در ایران تبدیل کرد. اما من میخوام اینجا در واقع یک صحبتی کنم، کلی نگری کنیم در واقع راجع به هنر زیرزمینی، بعد بریم سراغ هنر زیرزمینی در ایران. در اینجا میشه اشاره کرد به موضوع دلایل در واقع این هنر زیرزمینی، که این موسیقی در واقع از طرف محافل رسمی فرهنگی مشروعیت نداره و از طرف دیگه هم خود آهنگسازا و اجرا کننده های این موسیقی تمایل ندارن که در واقع از زیر زمین به روی زمین بیان. البته که تو سایت های متعددی که متعلق به گروه های زیرزمینی یا درباره این گروه هاست مطالب زیادی هست و از این طرف هم میشه گفتش که تو فضای مجازی این گروه ها حضور کاملا قابل توجه دارن، که حالا برخی سایت ها به زبان فارسیه و حاوی مصاحبه های متعددی با آهنگساز ها و نوازنده های این گروه هاست. با این حال مطلب تحلیلی درباره این موسیقی ها خیلی کم هستش. من یه بخشی از مقاله خانم نوشین که در واقع یه تحقیقی کرده در این مورد در سال 2005 رو اینجا خیلی مختصر بهش توضیح اشاره میکنم، که میگه که موسیقی زیرزمینی راک در ایران رو به خوبی بررسی کرده و حاصل مشاهدات و مصاحبه های اون با برخی از آهنگسازا و نوازنده های راک ایرانی رو که باهاشون مستقیما مصاحبه کرده رو در این مقاله گذاشته و از دلایل ظهور و شکلگیری گروه های موسیقی زیرزمینی و معنایی که برای جوان ها داشته گفته شده که نیازمند بررسی های بسیار عمیقه. البته که بررسی های علمی درباره موسیقی پاپ هم که حتی در وضعیت کنونی در واقع از مشروعیت و مقبولیت بیشتری از جانب دستگاه فرهنگی کشور و مردم برخوردار هستش هم اندکه. اما از مهمترین دلایل شکلگیری گروه های راک و رپ ایرانی به این صورت هست که این جریان های هنری با تعابیر مختلفی گاه آوانگارد و گاه زیرزمینی نامیده میشن که در تاریخ معاصر جوامع غربی اندک نیستن. به نظر میرسه که دلایل زمینه های شکلگیری موسیقی زیرزمینی هم تا ایران تا حدودی با دلایل زمینه ها و اشکال بروز این موسیقی در غرب متفاوته. میشه به یه بیان دیگه بگیم که این اعتراض مهمترین دلیل مشترک زیرزمینی بودن یا زیرزمینی شدن هنر و موسیقی در جوامع معاصر هم از غربی یا شرقیه. اما این از یاد نبریم که دلایل و زمینهای بروز این اعتراض ممکنه با همدیگه تفاوت کامل داشته باشه. تا اونجا که به جوامع غربی مربوط میشه، شکلگیری فرهنگ و موسیقی زیرزمینی دو تا ریشه داره که به هم مرتبطن. اولیش انتقاد این گروه ها به صنعت فرهنگه. فرایند تمرکز و قولاسا شدن شرکت های ضبط موسیقیه که این شرکت ها با فرایند به شدت حساب شده نقش موثری در انتخاب چهره های جدید یا ستاره سازی و یا تولید آلبوم های موسیقی پرفروش دارن.
دومی ریشه زیرزمینی بودن به چالش جوانان و گروه های خرد فرهنگ علیه فرهنگ رسمی جوامع معاصر غربی. اما حالا زیرزمینی بودن یا نبودن، این گروه های زیرزمینی موسیقی تو ایران از مشخصه های موسیقی زیرزمینی آیا پیروی می کنند یا خیر؟ شخصی به نام مشکوری در سال 2006 موسیقی زیرزمینی رو اینجوری تعریف کرده که این هنر زیرزمینی که موسیقی زیرزمینی نیز از آن بخشی از اونه که معمولاً به هنری گفته میشه که پیشروه هم از لحاظ ایدئولوژیک و هم بینش هنری و حتی در بیشتر مواقع از حیث طبقاتی خود رو از جامعه جدا میکنه و به عمد خلاف معیارهای فرهنگی و اجتماعی حرکت و سنت شکنی میکنه و معیارهای جدیدی رو میآفرینه. در نتیجه با اون به شکل بنیادی در تضاد و حتی مبارزه قرار میگیره. هنر زیرزمینی رو از اونجا که خصلتی انقلابی داره میشه مادر همه نوآوری‌های هنری دانست، چون که با بریدن خود از جریان معمول فرهنگ جامعه محفلی برای رشد خلاقیت‌های نو میشه که اون رو به اصطلاح هنر آوانگارد نیز مینامیم. ضمن اون که برخی از مشخصه‌های بالا در گروه‌های موسیقی زیرزمینی وجود داره، از برخی دیگه خبری نیست. مثلا یک نکته بسیار مهم که اینجا مطرح میشه اینه که اکثر هنرمندای زیرزمینی ما در واقع مایلن که به هر شکلی در صدد به وجود آوردن بازاری گسترده برای این نوع موسیقی هم باشن، در صدد که اصلا هنر و موسیقی زیرزمینی مخالف بازاری شدنه و برای همین حتی علیه خود طغیان میکنه و آنارشیست رو حل میکنه میدونه و هیچ سازشی رو با سرمایه‌داری و جامعه مصرفی نمیپذیره. تلاش بسیاری از گروه‌های زیرزمینی برای دریافت مجوز از سازمان‌های فرهنگی مربوطه هم نشون دهنده همین گرایش به بازاری شدن و تجاری شدنه. اما از سوی دیگر هم سازمان‌های فرهنگی مسئول هم ترجیح میدن که این گروه‌ها به طور روزمینی کار کنن و برای انتشار آثار خودشون مجوز دریافت کنن و از سوی دیگر هم این موسیقی زیرزمینی موسیقی گروه های محروم اجتماعی هم نیست، بلکه عمدتاً به دست نوجوانان و جوانانی متعلق به طبقه متوسط و متوسط روبه بالا تولید میشه. بنابراین هنر زیرزمینی ما در حقیقت هنری خرد بورژوا است و فقط به علت محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی حاکم بر ایران مجبور شده زیرزمینه بشه تا روزی که به حقوق مدنی خود که همون آزادی بیان برسه و اون روز هم خب بیشک از زیرزمین به روی زمین خواهد آمد و تعریف دیگری از خود به دست خواهد آورد. هنر زیرزمینی به عنوان فعالیتی تجربی هم تعریف شده که گرایشی به سلیقه عام نداره و مؤلفه‌های خرد فرهنگ یک جامعه به شمار میره، عموماً نقش پیشرو بر عهده داره. اما تو جامعه ایران هنر زیرزمینی محصول عدم تعهد و پایبندی هنر به ضوابط و قوانین حاکمه و زیرزمینی بودن هم بیشتر بر مفهوم و مضمون اثر هنری اشاره داره تا ساختارش. به همین دلیل هر گونه نقد و نظر درباره آثار هنری زیرزمینی در ایران نیازمند نگرش و آگاهی متفاوتیه. اما هنر زیرزمینی در ادبیات جمهوری اسلامی یکی از ابعاد جنگ نرم بر علیه نظام اسلامی تعریف شده و تحت نگاه امنیتی کنترل میشه و از نظر دولت جمهوری اسلامی هنر زیرزمینی در صدد سیاه نمایی و برجسته سازی نابسامانی های سیاسی و اجتماعیه که از طریق بیگانگان هدایت میشه و کنترل میشه. هرچند علی‌رغم نگاه امنیتی حکومت، هنر زیرزمینی در سالهای اخیر رو به گسترش بوده و روز به روز هم به سطح متعارفی از ارتباط با مخاطب نزدیک میشه.
در سالهای حکومت پهلوی هرچند که عبارت هنر زیرزمینی رایج نبوده، اما میشه رد پای چنان آثاری رو در ادبیات مشاهده کرد، آثاری که علارغم تمایل حکومت وقت به صورت مخفیانه منتشر و پخش میشده. مثلا هنر عکاسی هم میتونسته بود، تونسته بوده که تو سالهای پایان حکومت پهلوی هم به عنوان ابزاری زیرزمینی مورد استفاده قرار بگیره و سینما هم در اولین گامهای تجربه زیرزمینی شدن بوده. مهمترین نکته در چنین سالهای نیازمند هنر به زیر ساختهای فنی و اجرایی وابسته به دولت برای انجام کارهای هنری بود که باعث می شد که هنرمند بتونه از ضوابط و قوانین حاکم عبور کنه. شاید بشه گفت که مهمترین دلیل رشد سریع هنر زیرزمینی توی سالهای اخیر ساده شدن دسترسی به امکانات و وسایل مورد نیاز به دلیل پیشرفت تکنولوژی بوده که باعث شده هنرمند از وابستگی به زیرساختهای دولتی رها بشه و با اتکا به امکانات شخصی آثار خارج از ضوابط و قوانین رو تولید کنه. اونچه که امروز به نام موسیقی زیرزمینی شناخته میشه و پنهان از دید حکومت و حکومت تولید و توزیع میشه، نتیجه مستقیم استفاده هنرمند از ابزارهای خانگی و نیمه حرفه‌ایه. سینمای زیرزمینی هم از همین جمله است، به گونه‌ای که فیلمساز قادر با حذف تمامی پیش شرط‌های گذشته و عدم نیاز به امکانات دولتی برای تولید یک فیلم، نتیجه قابل قبولی رو به مخاطب خودش ارائه بده. تو چنین شرایطی دولت جمهوری اسلامی با توجه به از دست دادن قدرت کنترل خود بر روی تولید و ارائه چنان آثار هنری، نگرانی خود رو به صورت قوه قهریه بروز میده و با نگاه امنیتی تلاش میکنه تا به هر نحوی هنر زیرزمینی رو تحت کنترل داشته باشه، که خب چنین شکل کنترل که با تعقیب، بازداشت، محاکمه، ممنوعیت کار برای برخی از هنرمندا انجام میشه و تنها راهکاری تاکتیکیه که به هیچ عنوان از ساختاری استراتژیک هم بهره مند نیست. جنگ دولت جمهوری اسلامی با هنر زیرزمینی هم به نوعی جنگ با ساختاری تکنولوژیک است که امکانات لازم و به ساده ترین روش ممکن در دسترس عموم قرار میده که هر فردی با خلاقیت هنرش بتونه حرفش رو بدون نیاز به امکانات و ضوابط دولتی بیان کنه. و نگرانی دولت هم تو چنین نبردی حذف تدریجی قدرت و قانون در برابر هنرمندان منتقد و ناراضی هست. یکی از مشخصهای هنر زیرزمینی به میدان آمدن نام تازه ها و ناآشناس که نشانگر نسلی تازه با ابزاری تازه است. وفور نام های ناآشنا در موسیقی زیرزمینی و سینمای زیرزمینی ایران خود معیدی بر این ادعاست. و مهمترین نکته هم پذیرش اون از جانب مخاطبی نیست که از هنر دولتی و ضابط من دوچار سرخوردگی شدن و برای شنیدن حرفی تازه به آثار هنری غیر رسمی تمایل نشون میدن. جدا از اقبال عمومی، عملکرد رسانه‌ها و مرکز فرهنگی هنری خارج از کشور هم با ایجاد زمینهای مناسب برای ارائه چنین آثاری باعث شدن که ذهنیت امنیتی دولت چنین هنرمندانی رو در جبهه جنگ نرم دشمنان نظام اسلامی محسوب کنند و هر گونه فعالیت خارج از کنترل نظارتی خودشون رو سیاه نمایی و همکاری با دشمنان حکومت اسلامی بدونن. اما بعد از انقلاب 57 و در پی اون انقلاب فرهنگی، ایران دوران رکود 25 ساله خودشو در واقع آغاز کرده بود. خب یک سری نبود منابع بروز برای هنرمندان و از طرف دیگه هم ایجاد محدودیت‌های غیر معقول برای این قشر منجر به ایجاد فضای خواب‌آلود و بی‌رمق شده بود. نبود شوق و اراده جمعی برای تابوی قانونی هم باعث
سوق پیدا کردن قشر روشن فکر و هنرمند به سوی انزوا و جامعه گریزی شده بود. اما در واقع ریشه اصلی تغییرات در سال 76 انجام شد. یعنی شرایط انجام کار فرهنگی تا حدودی بهبود پیدا کرد، ولی هنوز بستر کافی برای جوشش یه حرکت فراگیر و هنری هم فراهم نبود. تو اون سالها به خاطر همگیر شدن اینترنت و امکان جستجوی سریع و همه جانبه هنر جوان ایران گام در راه نزدیک شدن به فضای جهانی گذاشت و بعد با شکل‌گیری گروه‌های موسیقی زیرزمینی که اکثرا در سبک راک معدودی، در سبک هیپ هاپ و تعداد معدودی هم متال موسیقی ایران چشم‌انداز مبهم ولی امیدوار کننده ای از خودش به جا گذاشت. خب اما کماکان موسیقی با فیلترهای بیشماری روبروه و نخبه های زیادی هم دچار انزوا شدن و عده هم عبور از مرز رو به تحمل این وضعیت ترجیح دادن. اما سوال اینجاست که چرا باید افراد کاربلد موسیقی پاپ از کمکاری خودشون رنج ببرن؟ چرا گاهی کاری رو برای ارائه آماده می کنن که با ممیزی شعر، موسیقی و حتی صدای خواننده مواجه می شن که در این میان حتی نام ترانه سرایان نیز با مشکل عدم دریافت مجوز روبرو می شه؟ این یه واقعیت غیر قابل انکاره که بخش نخبه موسیقی پاپ ما خارج از ایران به سر می برن و چون شرایط فرهنگی ایران هم به این گونه هست، حاضر نیستن فعالیت خودشونو داخل مرزها ارائه بدن و در مقابل دولت نیست، چون به اونا مارک سیاسی میچسبونه، حاضر نیستن که، یعنی دولت حاضر نیست که به کارهای اونا مجوز بده. خب به این ترتیب هنرمندای ایرانی خارج از کشور هم تنها از کسب درآمد محروم میشن، اما مردم حسرت به دل در آرزوی دیدن اونها در سرزمین خودشون میمونن. برگزاری فستیوال موسیقی زیرزمینی در دانشگاه امیرکبیر بیانگر پتانسیل بالای موسیقی در ایران بود که میتونست با تداوم این گونه حرکت‌ها نامه‌های تازه‌ای رو به جامعه هنری ایران معرفی کنه که متأسفانه با برخورد مسئولین روبرو شد و این حرکت هم عقیم ماند. گروه‌های زیرزمینی به اینترنت و مسابقه اینترنتی روی آوردن که شاید مطرح ترین و با کیفیت ترین این مسابقات، حالا اسم سایتش رو نیازی نیست که بگم. و نکته قابل توجه هم در موسیقی امروز داخل ایران ممنوعیت خواندن برای خواننده‌های زنه که بیشتر این امکان فراهم بود که زنها به عنوان همخوان در کنار خواننده مرد اجرای برنامه کنن، اما این موضوع هم گرفتار احکام اسلامی شد. اما یک عکاس و گزارشگر فرانسوی، من امروز اینطوری میگم، بین سالهای 2013 تا سال 2014 که به ایران سفر کرده بود، اومده یه سری مشاهدات خودش رو در مورد فعالیت‌های هنرمندان زیرزمینی رو به ثبت رسونده. اون در مورد شادی و نشاط جوانان هنرمند همچون بازیگران سینما و تئاتر، رقصندگان، موزیسین‌ها و سایر هنرمندانی که ترجیح میدن به شکل زیرزمینی و خارج از محدوده سانسور و در محیط آزاد در ایران کار کنن، در این عرصه به بیان احساسات واقعی خود بپردازند، می نویسه که جمهوری اسلامی ایران قوانین سخت و دست و پاگیری برای هنرمندان ایجاد کرده که می توان گفت یکی از دیگری سخت‌تر است، به طوری که مرور این محدودیت‌ها و دور زدن آنها خودش به داستان جدید و شکلی از یک هنر تبدیل شده. اون در ابتدا در مورد یک گروه تئاتر به نام آ.و. می نویسه که این گروه اجرای خود را با موضوع الهه شعر و تراژدی یونان در یک حمام تاریخی زیرزمینی در مرکز تهران به صحنه بردن.
اونها در بازی خود از یک تئاتر تجربی لهستانی الهام گرفته بودن. این گروه تئاتر بر پایه موسیقی، حرکت، دیالوگ و ارتباط نزدیک با مخاطب بیان شده. اعضای گروه در یکی از اجراهای خود ماسکایی به صورت زده بودند که از پوشش قدیمی و سنتی بندر عباس الهام گرفته شده بود و این گروه متشکل از 30 تا بازیگر بودند حرفه‌ای بین سن 20 تا 30 سال، اگرچه بعضی از اونها هنوز در دانشگاه تهران در رشته تئاتر درس می‌خوندن. این محقق همچنین به گروه تئاتر دیگه‌ای به نام نیا اشاره کرده که توی استدیوی خصوصی با بازیگران حرفه‌ای و آماتور تمرین می‌کنه که قرار بوده در جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی شرکت کنه. اعضای این گروه هم گاهی اوقات ترجیح می‌دادن که چند روز تمرینات خودشون رو که حالا شامل مدیتیشن و کارهای گروهی بوده در طبیعت زیبای ایران و در دل کوه‌ها و طبیعت مازندران داشته باشن. و تاکید میکنه که همه گروهایی که اجرای عمومی دارن باید قوانین سختگیرانه دولت جمهوری اسلامی رو رعایت کنن، قوانینی مثل حجاب کامل برای زنها، به طوری که اونا باید دست‌ها، پاها و موهایشان را هنگام بازی بپوشانن و یا بازیگران دو جنس مخالف نباید همدیگر رو لمس کنن و در دیالوگ ها نباید هیچ اشاره‌ای به سیاست و مذهب بشه، مگر اینکه در راستای تحسین و تمجید باشه نه انتقاد. اونا حتی اجازه ندارن که به مسائل جنسی هم اشاره کنن. به نظر این گزارشگر فرانسوی، هنرمندان این عرصه بسیار خلاق و با استعداد هستن که میتونن با وجود این سانسورها و محدودیت‌ها شاهکار هنری خلق کنن. اون به اجرای دیگری از همین گروه میپردازه و میگه که این گروه پس از موفقیت های اولشون در حمام تاریخی تهران، اجرای بعدی خودشون رو در غار رودفشان به روی صحنه برده که این اولین اجرای یک تئاتر جدی در دل طبیعت ایران بوده و بیش از 200 تماشاچی به منظور دیدن این اجرا از تهران سفر کردن. اجرا کاملا قانونی بوده و توسط ماموران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نظارت میشد. اما محدودیت ها و سانسورها در بخش های دیگر هنری مثل موسیقی حتی سختتر و عجیب تره و مجددا به گفته این فرد به عنوان نمونه زنان خواننده اجازه ندارد تو اجرایی که مخاطبانشون مرد در اون شرکت دارن به طور انفرادی آواز بخونن و حتی اجازه ندارن که صدای خودشون ضبط کنن، چرا که دولت ایران معتقده که صدای زنان باعث تحریک جنسی و ایجاد شهوت در مردان میشه. و همچنین اضافه میکنه که امروز خوشبختانه امروز به برکت دسترسی به اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، خواننده‌های زن ایرانی میتونن آواز خودشون رو به طور غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و یوتیوب انتشار بدن و خوانندگان مشهور محبوب زن ایرانی رو هم مثال زده که و گفته که اکثر اونها در غرب زندگی میکنن اما مخاطبای خودشون رو از طریق اینترنت و ماهواره و یوتیوب دارن که بتونن اونها رو گوش بدن. ببخشید خانم بیرجندی تایمتون تمومه، ممنون شم جنبندی کنید. آخرش سه خط بیشتر نمید. و اما در مورد گالری ها هم یک نظری داده شده که تو سالهای اخیر گالری های هنری هم آماده پذیرش خطر بیشتری شدن و اون به گالری معروف شیرین که در بلنجک بوده اشاره کرده و گفته که این گالری الان پاتوق هنرمندان و علاقه‌مندان شده و کافی شاپ هایی که پاتوق هنرمندان و اهل هنر شده از جمله موارد جالبیه که از نظر این گزارشگر فرانسوی رو به خودش جلب کرده و نوشته که این کافی شاپ ها فضای آرام و صمیمی رو برای هنرمندان ایرانی فراهم میکنه و در پایان هم گفته شده که صاحبان این گونه کافی شاپ ها هم بیشتر مواقع ریسک میکنن، چرا که هر لحظه و بی هیچ دلیلی احتمال تعطیلی کافی شاپ های آنها از طرف دولت وجود دارد.
خیلی ممنونم و عذرخواهی میکنم من اگر زمان رو از دست داده بودم و سخنرانی طولانی شده بود. سپاسگزارم که به من گوش دادید. خیلی هم عالی. ممنون از شما. ممنون از شما خانم ریجانتی عزیز. من یادم اومد که این نکته رو بگم که شهر مشهد فکر میکنم یکی از پایه‌گذارهای هنر زیرزمینیه. انقدر که من یادم میاد وقتی خیلی کوچیک بودم یه اخبار در مورد این که یه سری هنرمند زیرزمینی رو بازداشت کردن شنیدم و من همش به این فکر میکردم که بعد پرسیدم اونا چی کار کردن، بعد گفتن که خب موسیقی مثلا ساز زدن و اینا، و من همش فکر میکردم چون تو زیرزمین ساز زدن گرفتنشون، یعنی انقدر نفهمیدم، ولی خیلی اتفاق عجیبیه متاسفانه برای ایران. خانم جنبی مایک بر شما. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از خانم بیژندی بابت سخنرانی خوبی که داشتم. فقط من یه چند تا نکته به ذهنم میرسه که میخواستم به صحبتشون اضافه کنم. اول در مورد هنرمندان زیرزمینی در بخش موسیقی، فکر میکنم اوج فعالیتشون برمیگرده به دهه 80 شمسی، یعنی 1380، و بعد از اون خب میبینیم که اون فعالیتشون خیلی خیلی کمتر شده و غالبا دو اتفاق براشون افتاده، یا مجبور به مهاجرت شدن به خاطر اینکه دوست داشتن اون هنرشون رو ادامه بدن، یا اینکه فعالیتشون رو متوقف کردن و اصلا هیچ خبری هم ازشون نیست و فعالیت دیگه ندارن. و یه نکته هم که حالا هم مرتبط هست با صحبت خانم بیرجندی و هم مرتبط هست با صحبت خانم باجلان سخنران قبلیمون، همین بحث رپ خانی هست، یعنی موسیقی رپ. اگر که دقت کنید استفاده از موسیقی رپ توی تلویزیون اگر که جنبه فان داشته باشه، یعنی برای سرگرمی و خنده باشه، هیچ مشکلی نداره و اون بازیگر میتونه این کارو بکنه، کما اینکه خیلی از برنامه‌ها هستن دارن از این طریق حالا یه سری حرکات انجام میدن. اما اگر که هنرمند در واقع اون خواننده‌ای که واقعا رپر هستش و استعدادش تو این زمینه هست بخواد این کارو بکنه، خب اجازه این کارو نداره و همونطور که میدونید خیلی از رپرای ما الان به همین قضیه انتقاد کردن که اگر رپخوانی مشکل داره پس هیچ کسی نباید این کارو بکنه، حتی اگر جنبه فان داشته باشه. اگر مشکلی نداره برای اون بازیگر که بیاد این کارو بکنه، پس باید اجازه بدن که ما هم بخونیم. این یه مسئله هستش، دوگانگی هستش که واقعا اگر که ما خودمون رو جاشون بذاریم یه مقداری آزاردهنده است. و نکته سوم و آخرم دوست داشتم به هر حال یه اشاره بکنم به سایر هنرمندان زیرزمینی توی بخشای دیگه، مثلا نقاش ها، کسانی که سبکای خاصی رو استفاده میکنن، سبک هنری خاصی استفاده میکنن که واقعا نمیتونن مجوز بگیرن برای اون در واقع نمایشگاهی که میخوان بزنن، اگر خیلی هم حالا موفق باشن این کارو بکنن، فرض کنید که به خاطر اون سبک کاری که دارن فقط میتونن برای بانوان اون نمایشگاه رو اجرا کنن. یا مثلا رقصنده های ما که نمیتونن در واقع مسابقاتی رو شرکت بکنن توی ایران و مجبور هستن اگر میخوان توی مسابقه شرکت کنن به خارج از کشور مهاجرت کنن، یا حتی توی بخش تئاتر، توی بخش فیلم و توی بخش سینما خیلی وقتا انقدر اون فیلم سانسور میشه که اون کارگردان و سرمایه گذار و بازیگرها توافق میکنن که اون فیلم رو رسما پخش نکنن و به صورت زیرزمینی پخش بکنن، حالا توی یوتیوب، توی فیسبوک، توی شبکه‌های مجازی، و اون هنرشون، اون اثرشون دیده بشه، اما اون بحث مالی رو میذارن کنار، یعنی هنرشون رو ترجیح میدن به اون سود مالی. به هر حال این مسئله هنرهای زیرزمینی هستش، وجود داره و امیدوارم که شرایط براشون بهتر بشه، چون واقعا سخته این استعدادی که هست نشه شکوفا بشه و جلوش گرفته بشه. ممنونم خانم دژم، مایک در اختیارتون. ممنون از شما خانم جنبی، متشکرم. و
برای مشارکت. خیلی هم عالی. دوستان نکته دیگه هست که بخواین بهش اشاره کنید؟ بله آقای سعادتی بفرمایید. چرا نمیتونم؟ دوستان امتحان میکنید دسترسی آقای سعادتی رو لطفاً برای من اجازه نمیده. ممنونم خانم جان. خودتون باید اکسپت کنید آقای سعادتی. نمیشه. چه عجیب. لطفاً یه دور آره برید بیرون از اتاق مجدد وارد بشید. ما منتظرتون میمونیم. بفرمایید خانم دژانی. ممنون خانم دژان عزیز. من حالا یه چیز کوچیکم می‌خواستم حال بگم تا آقای سعادت تشریف بیارن. قضیه این هنرمندای ما با هنرهای زیرزمینی که در واقع انجام میدن دقیقا شبیه همین نخبه‌های کشورمونه. به جای اینکه استعدادیابی بشه، به جای اینکه شکوفا بشه این استعدادها و واقعا رشد کنن، انقدر جلوش ارزش بذارن براشون. بله دقیقا فرار. بله همون جور که فرار مغز ها میشه. بله دقیقا هم داریم استعداد هاست در واقع این. بله خب فکر کنم اومدن آقای سعادتی. یه باید دیگه امتحان میکنیم آقای سعادتی مایکتون رو رفتن بابرن. میتونیم که حالا که موفق نشدیم این دفعه هم صداشون رو داشته باشیم میتونیم که سخنران بعدیمون سخنرانیشون رو بکنن و صحبت ایشون بمونه برای قبل از بحث آزاد. الان امتحان میکنید لطفا آقای سعادتی. فکر میکنم آقای سعادتی ما سخنرانی بعدی رو انجام میدیم. بحث آزاد میرسیم به صحبت های شما مشکلی. سخنان بعدی با آقای پوی حسابی با موضوع روز جمع حسابی ما خدمت شما هست. بفرمایید. سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز. سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز برای تعیین میزان آزادی مطبوعات در سراسر جهان و برای دفاع از رسانه‌ها در برابر تهدید استقلال آنها و گرامی داشت روزنامه نگارانی است که جان خود را در راه بیان حقیقت از دست دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز هر سال در این روز گزارشی از رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان منتشر می‌کند. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران در رتبه 164 از 180 کشور قرار دارد و هیچ پیشرفت خاصی در زمینه آزادی نداشته است. گزارشگران بدون مرز سالهاست ایران را یکی از 5 زندان بزرگ روزنامه نگاران نامیده.
از دیماه سال 96 تا کنون بیش از 20 روزنامه‌نگار و 50 شهروند خبرنگار در ایران بازداشت شده‌اند. آزادی مطبوعات و رسانه‌ها بر این امر تأکید می‌کند که تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه‌ها را دارا می‌باشند. هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد. این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولت‌ها یا ذینفعان می‌باشد. اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است. این عبارت و جملاتی از این دست با موضوع آزادی بیان یا دفاع از ارزش‌های لیبرالیسم اجتماعی تقریباً در تمام دیدارها، نشست‌ها و گفتگوهای آقای خمینی با رسانه‌های جهان آزاد در آخرین ماه‌های اقامتش در نوفل و شاتوی فرانسه مطرح شد. تأکید او بر اهمیت آزادی رسانه‌ها به حدی بود که نه تنها در مصاحبه با کانال یک تلویزیون فرانسه از سانسور مطبوعات در ایران انتقاد کرد که در 17 دی 1357 طی پیامی از نوفل و شاتو از اعتصاب مطبوعات در برابر فشارهای دولت حمایت کرد. از اعتصاب کنندگان محترم مطبوعات که زیر بار سانسور دیکتاتوری نرفتند تشکر می‌کنم. و اکنون که دولت غیرقانونی جدید مدعی برداشتن سانسور است، آقایان به کار ادامه دهند و از اعتصاب بیرون آیند. حضور مامورانی از سوی فرمانداری نظامی در تحریریه روزنامه کیهان و اطلاعات به منظور بررسی مطالب پیش از چاپ در 19 مهر ماه 57 باعث بروز اعتصاب چند روزه در مطبوعات شد. سرانجام با فشار اصحاب مطبوعات و رایزنی با مقامات، دولت شریفی امامی در 23 مهر ماه با صدور بیانیه‌ای لغو سانسور و آزادی مطبوعات برابر قانون اساسی را از سوی دولت اعلام کرد. بسیاری باور دارند این لغو سانسور و آزادی که مطبوعات برای انعکاس رخدادها و درگیری‌ها پیدا کردند، کاتالیزوری بود که روند انقلاب را تسریع کرد. فضای ایجاد شده و امیدهایی که در ماه‌های منجر به انقلاب در جامعه دمیده شده بود باعث شد که تنها در 5 ماهه اول انقلاب 67 عنوان روزنامه جدید منتشر شود. اگرچه تردیدی وجود ندارد که فضای آزادی‌های مدنی ایران آن روز از آزادی‌های لیبرال دموکراسی‌های غربی مثل فرانسه ای که آیت الله خمینی در آن پناه گرفته بود بسیار فاصله داشت، اما آرمان تصویر شده در برابر دیدگان مردم به فاصله چند ماه به ناگاه قربانی انقلابی شد که از خود این آزادی شکل گرفته بود. تکثیر عقاید و امکان نشر دیدگاه‌های مختلف چندان نپایید و در مرداد سال 57 تومار قریب به 22 روزنامه و مجله از جمله پیکار، مردم، کار، جوان، کارگر، بهلول، حاجی بابا، امید ایران، تهران مصور، تهران آزاد، آزادی و گزارش روز در هم پیچیده شد. روح الله خمینی که حالا امام انقلاب اسلامی شناخته می‌شد، در کسوتی متفاوت با آنچه در پاریس از خود نشان داده در 26 مرداد 57 در سخنرانی روز قدس خود در قم از لزوم برخورد قاطع با اندیشه های مخالف صحبت کرد. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد. نابردباری در برابر مطبوعات. بیان چنین دیدگاه تندید به دنبال تصویب نخستین مقررات مطبوعاتی از سوی شورای انقلاب که به نظر اکثر ناظران با دستپاچگی و شیوهی غیر اصولی تنظیم شده بود، عملا باعث شد تا جایگاه مطبوعات به یک باره و به شدت تنزل یافته و در نبود نظام مطبوعاتی در جامعه و همچنین تفسیرهای سلیقه‌ای و تنگ نظرانه از این مصوبه، سانسور و توقیف دوباره به جامعه بازگردد. این در حالی است که خود این اتفاق روند محدودسازی آزادی‌های اجتماعی را نیز کلید می‌زند. از این پس شاهد هستیم که بسیاری از گزاره‌های آرمانی روزهای قیام رنگ می‌بازد و حتی دایره تعریف بعضی از واژه‌ها دستخوش تغییر می‌شود. لیبرال به انگی سیاسی تبدیل می‌شود که از آن برای کوبیدن غیر انقلابیون استفاده می‌شود و حقوق بشر
به دستاویز و دستمایه غرب برای دخالت در کشورهای انقلابی و بهره‌بری از آنان تفسیر می شود. در ماه‌های بعد تصفیه شدید سیاسی و درگیری بر سر غنایم انقلاب چنان فضا را متشنج می کند که دیگر جایی برای بیان گفتمان‌های معطوف به آزادی بیان و روزنامه‌ها باقی نمی گذارد. این فضا کماکان تا پاییز 59 و آغاز جنگ ایران و عراق ادامه می‌یابد. از پاییز 59 تا تابستان 67 به دلیل شرایط ویژه جنگ اعمال محدودیت بر مطبوعات شدت بیشتری یافت. تعداد بیشتری از نشریات مرتبط با سازمان‌های سیاسی و چند روزنامه دیگر به بهانه دفاع از ارزش‌های انقلاب و انسجام در برابر دشمن تعطیل شدند. شرایط جنگ بهانه دیگری به دست دولت مردان انقلابی داد تا بتوانند بیش از پیش بر مطبوعات و رسانه‌ها تسلط پیدا کنند. و از همین روز که در فروردین 1360 وزارت ارشاد بر اساس اطلاعیه‌ای الزام تجدید اجازه انتشار برای تداوم فعالیت را باب می‌کند. اما این همه داستان نیست و هنوز هم آن یک دستی و همسویی که مد نظر است پدیدار نشده است. در اقدام انقلابی دیگری در خرداد 60 بر اساس حکم دادستانی انقلاب و به توصیه شورای میانجیگری مطبوعات 6 روزنامه و نشریه هفتگی به بهانه وابستگی به گروه‌های مخالف تعطیل شدند. شورای میانجیگری مطبوعات که برای صیانت از روزنامه‌نگاری و دفاع از روزنامه‌نگاران تشکیل شده بود، عملاً به عنوان تیغه دیگر قیچی در کنار اهرام قضایی قرار می‌گیرد و این گونه می‌شود که تعداد نشریات کل کشور به طرز باورنکردنی ریزش می‌کند. روزنامه‌های اصلی پایتخت محدود به 4 عنوان روزنامه می‌شود. 2 روزنامه صبح اعم از جمهوری اسلامی و آزادگان و 2 روزنامه عصر به نام‌های اطلاعات و کیهان. در این دوره تنها میتوان 8 نشریه هفتگی شامل سروش، جوانان امروز، اطلاعات هفتگی و راه زینب و زن روز و همچنین امت، اتحاد و اتحاد مردم را دید. این در حالی است که 3 نشریه اخیر هم سال بعد را تجربه نمی کنند و چند ماه بعد تعطیل می شوند. سرکوب شدید اجتماعی و نبود تنوع رسانه ها کاهش استقبال از مطبوعات سری دوزی شده را به دنبال می آورد. به گونه ای که حتی روزنامه های اطلاعات و کیهان که پس از پیروزی انقلاب هر کدام مدتی بیش از 1 میلیون نسخه منتشر می کردند به چیزی بیش از 100,000 نسخه کاهش پیدا می کنند. قانون سختگیرانه مطبوعات که در زمستان 67 به تصویب می رسد کار را به مراتب دشوارتر می کند و بر بالای سر مطبوعات قرار می گیرد. فضای حاکم کماکان تا پایان جنگ و مرگ آیت الله خمینی ادامه پیدا می کند، هرچند که با تجدید نظر در قانون اساسی در سال 67 و به دنبال آن تأسیس معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد از امید در میان مطبوعات می درخشد. این مهم اما همچنان در معرض آزمون و خطاست. از بازسازی مدل رفسنجانی تا بهار کاغذی. در حالی که جامعه خود را با شرایط جدید بازسازی اقتصادی بعد از جنگی 8 ساله و بازسازی مدل رفسنجانی تطبیق می‌دهد، تعداد بیشتری از رسانه‌ها نیز شرایط جدید را سبک‌سنگین می‌کنند. انتشار روزنامه سلام در سال 1370 توسط سید محمد خوئینی‌ها که طرز فکر متفاوت‌تر از طیف حاکم داشت، اتفاق بسیار متفاوتی در فضای سیاسی آن روز بود. انتشار روزنامه تمام رنگی همشهری زیر نظر شهرداری تهران در پاییز 71 که به لحاظ کیفیت و همچنین رویه حرفه‌ای بسیار که از فضای روزنامه‌های آن روز متفاوت بود نیز نقطه عطفی در مطبوعات آن روز به شمار می‌رفت. در فاصله سال‌های 71 تا 73 با گفتمان تبلیغاتی آزادی فضای اجتماعی روبرو می‌شویم. صدور مجوزها آسان‌تر می‌شود و به ناگاه تعداد نشریات کشور به بیش از 500 عنوان می‌رسد. در حالی که در این برهه اتفاق دیگری هم رخ می‌دهد و آن کنترل زیرپوستی فضای مطبوعات است. ابراز حمایت خاص از نشریات خودی از طریق توزیع کاغذ ارزان قیمت و همچنین ایجاد تسهیلات برای تجهیزات فنی چاپ به کار گرفته می شود تا به موازات رشد تکنوکرات ها حامیانشان هم بتوانند افکار عمومی را با برنامه هایشان همراه کنند. نکته جالب این است که در این دوران علی خامنه ای که در تلاش است تا خود را به نوعی از زیر سایه هاشمی رفسنجانی بیرون بکشد هم از این گشایش فضا استقبال می کند. او در سخنرانی اردیبهشت 75 خود با مدیران مطبوعات تأکید می کند که مطبوعات برای نظام جمهوری اسلامی یک مقوله تجملاتی و تشریفاتی نیست. بنابراین افزایش آن، تنوع آن، کیفیت یافتن آن
و اگر خطایی دارد تصحیح آن جزو کارهای اساسی در این نظام است. این گشایش نسبی در فضای مطبوعات تا دوره انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری اسلامی در دوم خرداد 1376 و آغاز زمامداری خاتمی تداوم می‌یابد و همراه با کثرت‌گرایی نسبی در مطبوعات ایران منجر به تحولاتی در فضای مطبوعات ایران می شود که بی سابقه است. تشکیل نخستین انجمن حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، تغییر ترکیب اعضای هیئت منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی، برگزاری نشست اداری هیئت نظارت در کنار افزایش چشمگیر تعداد روزنامه‌ها در ایران از جمله اتفاقاتی است که در این دوره رخ می‌دهد. اما این ماه عسل مطبوعات خیلی ماندگار نیست. در حالی که کفه قدرت به سمت اصلاح طلبان در حال سنگین شدن است، نوک تیز پیکان حمله رسانه‌ها را نشانه می‌رود. توقیف مطبوعات در روزنامه پرتیتراژ جامعه آغاز گردید. دو روز بعد اما روزنامه‌ای جدید با نام توس و با تیتر توس به جای جامعه منتشر شد. توس یک روزه توقیف شد، اما در همان یک روز هم محتویات روزنامه زیر لوگوی آفتاب امروز چاپ شد. این اتفاقات باعث شد که مجلس پنجم در روزهای آخر فعالیت خود با اصلاح قانون مطبوعات اختیارات تازه‌ای به دستگاه قضایی برای برخورد با مطبوعات بدهد. طبق این قانون اگرچه انتشار نشریه همانند نشریه توقیف شده ممنوع اعلام شد که برخلاف روال همیشگی در صورت ارتکاب خطا علاوه بر مدیر مسئول روزنامه نویسنده مقاله هم میباید در برابر محتوای آن در دادگاه مطبوعات پاسخگو باشد. اصلاح طلبان اما امیدوار بودند با پیروزی که در مجلس ششم به دست آورده بودند بتوانند این قانون را اصلاح کنند، اما رهبر جمهوری اسلامی با دستوری که بعد از اعلام آن توسط مهدی کروبی رئیس مجلس به حکم حکومتی معروف شد مانع از اصلاح قانون مطبوعات شد. خامنه ای اما به این بسنده نکرد و با سخنرانی تندی علیه مطبوعات پایان دوره انگبینی مطبوعات بعد از انقلاب را اعلام کرد. من یک بار دیگر هم در اوایل امسال این هشدار را دادم. این هم بار دوم است. من با مسئولین اتمام حجت می کنم. مسئولین باید در این مورد اقدام کنند. ببینید کدام روزنامه است که از حدود آزادی پا فراتر می گذارد. آنچه که برای این ملت مفید است، آنچه که آزادی حقیقی است، آنچه که بیان رأی بدون توطئه است، آن را از توطئه و خیانت و اذلال و ناامید کردن مردم جدا کنند. به دنبال این سخنرانی قوه قضاییه با استناد به قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 که اختیار دستگیری اراذل اوباش پیش از ارتکاب مجدد جرم را به قضات می‌دهد، تعطیلی فله‌ای مطبوعات را در دستور کار قرار داد و علاوه بر حبس ده‌ها روزنامه‌نگار، صدها روزنامه‌نگار دیگر را نیز از کار بیکار کرد. به نظر برخی از کارشناسان مسائل ایران، پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و بیرغمی اصلاح طلبان محصول حذف مطبوعات و رسانه‌های مستقل بود. اما این روند علی‌رغم پیروزی چهره ای اصولگرا مثل احمدی نژاد متوقف نشد. توقیف نشریه‌های منتقد و نزدیک به اصلاح طلبان به موازات تهدید و بازداشت خبرنگاران از نخستین ماه‌های آغاز کار دولت محمود احمدی نژاد در سال 1384 شدت گرفت. این فشارها در سالهای بعد زمامداری احمدی نژاد باز هم افزایش یافت و از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری وارد مرحله جدیدی شد که در آن حتی رسانه‌های خودی هم از گزند ترکش‌هایش در امان نماندند. این موج تهدید و فشار به روزنامه‌نگاران در سال 88 اما به مراتب تشدید بیشتری پیدا می‌کند. به موازات دستگیری بیشتر روزنامه‌نگاران، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تعطیل و برخی از اعضای فعالش دستگیر می شوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان وقت کل کشور می گوید روزنامه‌نگاران باید توبه کنند. در همین حال چند منبع خبری هم گزارش می دهند که تعدادی از روزنامه‌نگاران دستگیر شده برای عذرخواهی از رهبر جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفتند. گزارشگران بدون مرز در گزارش اسفند 1388 خود از بازداشت بیش از 110 روزنامه‌نگار طی 8 ماه خبر می دهد و می گوید که نزدیک به 20 نشریه نیز توقیف شده است. این اتفاق در کنار رانت دولت محمود احمدی نژاد برای روزنامه‌های خودی عملاً بقیه روزنامه‌ها را به سمت خاکسترنشینی هل می‌دهد. در کشوری که روزنامه‌هایش به شدت وابسته به کمک‌های دولتی هستند، توزیع نامتوازن کمک از سوی دولت مورد حمایت خامنه‌ای عملاً ترجمه‌ای جز نابودی غیرخودی‌ها ندارد. گزارش توزیع یارانه‌های روزنامه‌ها در دولت احمدی نژاد نشان می‌دهد که روزنامه‌های همسو علاوه بر دریافت‌های دلاری هر کدام بیش از 10 میلیارد تومان یارانه دریافت کرده‌اند.
همچنین این گزارش منتشر شده از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد نشان می‌دهد که در سال 1391 یک سوم کل یارانه اعطایی به 7 نشریه خاص و دو سوم مبقی به 164 نشریه دیگر تعلق یافته است. از منشور حقوق شهروندی تا کنترل نامحسوس روزنامه‌ها. حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال 1392 با شعار آزادی بیان به میدان آمد. او با یادآوری بعضی از شاخصه‌های دوران خاتمی از وعده باز شدن فضای مطبوعات سخن گفت، در حالی که اولین اقدام عملی او بعد از رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری بی‌تفاوتی نسبت به توقیف مطبوعات بود. حدود 3 ماه پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی، هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه بهار را در حالی توقیف کرد که وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی به عنوان نماینده دولت روحانی نیز در هیئت نظارت بر مطبوعات به این توقیف رأی داد. چند ماه بعد نیز روزنامه آسمان تنها یک هفته بعد از انتشار توقیف هم مدیر مسئول آن بازداشت و زندانی شد. در اردیبهشت سال 1393 حکم توقیف روزنامه ابتکار به استناد بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات توسط دادسرای رسانه صادر شد و کمی بعدتر روزنامه قانون به دلیل انتشار یک خبر توقیف شد. روزنامه مردم قربانی بعدی بود که همراه با نشریه روزان در زمستان 93 گرفتار توقیف شدند. در دولت اول روحانی رویه غالب بی‌توجهی به مطالبات در حوزه مطبوعات بود، چنان که علی‌رغم اینکه وزیر ارشاد انتشار مجدد دو روزنامه هم‌میهن و نشاط را بلامانع عنوان کرد، اما در عمل سلب مسئولیت دولت روحانی از پیگیری مطالبات وعده داده شده باعث شد که این دو روزنامه نتوانند انتشار خود را از سر بگیرند. همه اینها در حالی اتفاق افتاد که دولت روحانی در این مقطع از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد که در آن بر آزادی بیان و آزادی مطبوعات تاکید شده بود. در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی وضعیت آزادی مطبوعات حتی وخیم‌تر هم شد. قوه قضاییه نه تنها از فشارها نکاست، بلکه وزارت اطلاعات روحانی در کنار وزارت ارشاد برنامه کنترل نامحسوس روزنامه‌ها را جلو بردند و در قالب دستورالعمل‌ها و شیوه‌های متعدد محدودیت‌های شدیدی بر پوشش اخبار و حتی چگونگی پوشش این خبرها را بر رسانه‌ها تحمیل کردند. پوشش دستوری و مملو از ضد و نقیض اخبار فوت ناشی از کرونا و گسترش همه‌گیری در ایران در کنار سرنگونی پرواز 752 اوکراینی نمونه‌های بارزی از این شیوه مهار مطبوعاتی است که در دولت روحانی اعمال شد، در حالی که دولت مردان جمهوری اسلامی این روزها به استقبال 43 سالگرد استقرار حکومتی می‌روند که با وعده آزادی پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی را ساقط کرد. وضعیت آزادی مطبوعات به پایان رسید. ممنون می‌شم جمع‌بندی کنید. بله خانم دجان، یه چند لحظه دیگه تموم میشه. رسانه ها در ایران همچنان اسفناک است. بنابر آخرین برآوردهای سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران همچنان در قعر جدول آزادی رسانه ها در کنار افغانستان و کره شمالی قرار گرفته است. اگرچه گزارش سال 2022 این سازمان که اولین سازمان زمامداری ابراهیم رئیسی را پوشش می‌دهد هنوز منتشر نشده، اما بعید است در گزارش جدید این سازمان که بهار منتشر می‌شود وضعیت ایران تغییر چندانی کند و از رنگ سیاه در این رده بندی خارج شود. ممنونم دوستان. ممنون از شما آقای حسن. خیلی هم عالی. دوستان در مورد موضوع سخنرانی آقای حسابی اگه سوالی هست بفرمایید. آقای حسابی، یه بحثی که در مورد در واقع فعالینی که الان امروزه در مشکل هستن توی ایران فکر کنم کمتر بهش پرداختیم. بله درسته، ولی خب میگم یه اولین سخنرانی من بود، حالا از سری بعد چشم. خیلی
عملی باشم مشکل نیست. آقای سعادتی، مایل هستین که الان صحبتتون رو بگید در مورد سخنرانی قبل؟ مایک من باز شد نه؟ الان مایکتون باز. بله بله الان باز، بفهم. البته من قبل سخنرانی خانم بیرجندی دو تا عزیز، یکشون سخنرانی داشت و دیگری هم نظر داد، اگه اجازه بدید در مورد اونها هم صحبت کنم یا فقط در مورد سخنرانی خانم بیرجندی صحبت کنم؟ من منتظر اجازه هستم. اون قبلی ها هم میتونید بگید، بفهم. بله، در مورد آقای تهماس به قول همون بچه توی مهمونی، ما نگاه میکنیم میبینیم که آقای تهماس وقتی کارهای دیگرشون مثل کلاه قرمزی درست میکرد، ما اینجا کاراکترهایی داشتیم که اکثرشون پیامهای اخلاقی داشتن. یعنی مثل کلاه قرمزی، مثل پسرخاله، شخصیتیه که دیگه واقعا توی جامعه کمتر میتونیم ما ببینیم مثل اون. عذر میخوام از اون. من عذر میخوام ازتون، داشتن همخونه همیشه چی میشه دیگه. بله، میخواستم این رو بگم که این برنامه جدید به اسم مهمونی، ما کاراکتری رو داریم به اسم بچه. ما هممون میدونیم که کودکان دقیقا مثل نگاتیف هایی میمونن که دست یک عکاسه و این عکاس قراره ازش عکس هایی رو بگیره. شخصیت هر انسانی در کودکی، یعنی تو ضمیر ناخودآگاهش به قول فروید ساخته میشه. این کاراکتر بچه یک مقدار بیش از حد بی‌ادبه، یعنی درست خنده داره، شاید واسه سن ما خوب باشه، ولی احساس بکنم واسه یک تونه برنامه کودک این اصلا مهم نیست، یعنی به اون صورت اصلا جالب نیست، شخصیت جالبی نیست، یک مقدار مشکوک میزنه این قضیه. و ما هنرمندای خیلی خوبی داریم به قول این دوست عزیزمون که در مورد هنر زیرزمینی داشت صحبت میکرد، مثل کسی از گربه های ایرانی خبر نداره که سال 87 ساخته شد، بهمن قوات، کار بسیار جالب و پرمفهوم. مفهوم منظورم از نظر جامعه دارم میگم، وگرنه به اون صورت که بخوایم بگیم سایکولوژی بود، نه اونجوری نبود. و با همین قضیه میریم سراغ دوست عزیزمون که در مورد مخاطب ها و جذب فالوور گفتم. نه دوست عزیز من، اکثر اونها از مردم نیستن، اینها سایبری هستن. ببین خیلی عجیبه، یهو میبینی یه تونه پیام کلا توی اینستا میبینی آپلود میشه. خب این یه ذره غیر طبیعیه، همه مردم یهو با هم فکر نمیکنن که بیان یک تونه هنرمند رو بزنن. این یک مقدار مشکوک میزنه. و در مورد رفت هم که صحبت کردیم، ببینید ما یک سری چیزهایی رو داریم، یعنی رفرهای زیرزمینی هستن که حرکتهای خاکستری از خودشون نشون میدن. حالا یعنی چی این حرکتهای خاکستری؟ ما یه حرکتی داریم که مستقیم به ضد مردم میشه و این میشه حرکت سیاه و حرکتهای خاکستری مشکوکن. مثلا ما هیچ کدوم از رفرها رو نداریم که از توماج حمایت کنن، توماجی که توی قلب ایران داره با دیکتاتور مبارزه میکنه. وقتی جامعه هنر از چارچوبش، از چارتش خارج میشه، یعنی دیگه اصولی نمیشه، یعنی دیگه واقعا کلاسیک کار نمیشه روش، این جامعه و این عرصه دوچار، عذر میخوام از این کلمه استفاده میکنم چون این کلمه دقیق‌ترین کلمه شه، این عرصه دوچار استفراغ میشه و استفراغهای فرهنگی به وجود میاد و سطح سلیقه جامعه رو به شدت میاره پایین. یعنی تا این حد که آقای محسن یگانه تو یکی از کنسرتاش پشت میکروفون، این خیلی حرفه که یک سوپر استار پشت میکروفون روی سن برگرده بگه من این آهنگ رو فالش میخونم چون پر احساسه، این اصلا یک چیز کاملا عجیب و غریبه. و موسیقی رپ رو که خانم بیرجندی فرمودن سال 80 نبود، سال 70 بود. و این خیلی جالبه که دقیقاً دهه 70 هم توی آمریکا از طریق سیاه‌پوستا برای مبارزه با نجات پرستی این سبک اومد بیرون. و هر سبکی، همونطور که به قول معروف گفتنی توی اروپا کافکا رو داریم و توی ایران صادق هدایت که قسمت‌های سیاه جامعه رو به صورت ادبیات و به صورت داستان توضیح میدن، وظیفه رپ هم به این شکله. ولی متاسفانه توی جامعه ما یه مقدار بیش از اندازه به، یعنی از اونور بوم افتاده، یعنی بیشتر سمت مواد مخدر و کشیدن گل و اینجور چیزها رفته تا اینکه بخواد از اعتراض و درد جامعه بگه. خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید. ممنونم ازتون.
خیلی ممنون از شما برای مشارکت. دوستان موضوعی هست که بخواین اضافه کنید به سخنرانی آقای حسابی؟ خیلی عالی. پس هم با اجازتون میرم سراغ بخش فرهنگی که امروز خودم بخش فرهنگی رو انجام میدم به مناسبت 28 اردیبهشت بزرگداشت حکیم عمر خیام. حکیم عمر خیام رو امروز بیشتر به دلیل اشعارش می‌شناسی، اما باید آماده شوی بروی برای دویدن در کوچه باغ‌های نیشابور از گذرگاه‌هایی که سیمرغ‌ها رد شدند. باید رد شوی دالان‌های تو در توی وجود آدم‌ها را، تاریکند و باریک، ظلمات است. بترس از خطر گمراهی، پای عقل می‌لنگد. از حجت الحق سید الحکما چه می‌دانی؟ پهلوانی که کوله بار حساب و هندسه را بر دوش کشیده و ماه تمام شده است در آسمان نجوم. فلسفه را ارث برده از ابن سینا و الفبایش را به غزالی سپرده است. پنجمین شاعر دنیا که تمام دردهای بشر را مشق کرده است. در رباعی زندگی را پشت سر می‌گذارد و او اعجاز دیگری در تاریخ. مردی است که افلاطون‌وار دست رد به هر چه سفسطه می‌زند. چشم‌هایش را به یادگار گذاشته تا بنگریم، تا بدانیم که این قافله عمر عجب می‌گذرد. مردی است که سقراط‌وار تکه تکه‌های دانش را به نظم می‌کشد و معماهای حیات را گره گره از هم می‌شکافد. اما باید آماده شوی برای دویدن در کوره راه ها تا نشانیش را بیابی. خیام نیز راز دیگر است. گر می نخوری طعنه نزن مستان را، بنیاد مکن تو هیله و دستان را. تو قره بدان نشو که می نخوری، صد لقمه خوری که می غلام مستان را. احتمالاً همگی ما میشناسیم حکیم عمر خیام رو، اما جالب بود که با هم یه مرور دیگه داشته باشیم در مورد این شخصیت تاثیرگذار در تاریخ دنیا با توجه به اینکه امروز بزرگداشتش هست. نام کاملش غیاث‌الدین ابوالفضل عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری که همه سالهای عمرش رو ببخشید که همه سال این روز رو به عنوان بزرگداشتش گرامی میدانیم. ابوالفتح الدین عمر ابن ابراهیم نیشابوری و معروف به خیام از برجسته ترین حکما و ریاضیدان ها در سال 329 هجری قمری که در نیشابور دیده به جهان گشوده و پس از تحصیلاتش در حوزه‌های مختلف در رشته ریاضیات و نجوم تبحر خاصی پیدا کرده و در این حوزه شیوه‌های خاصی رو در حل مسائل ابدا کرده. حکیم عمر خیام به دلیل دانش عظیمی که در این دو عظیمی که در این دو علم به دست آورده بود، ملک‌الشاه سلجوقی اونو به عنوان یک شخص برگزیده به سوی دربار فرا می‌خونه و وی رو در صدر می‌نشونه. یکی از برجسته‌ترین کارهایی که اون انجام داده، سر و سامان دادن و سرپرستی محاسبات گاهشماری ایرانه که در زمان وزارت خارجه در زمان وزارت خارجه نظام الملک در دوره پادشاهی ملکشاه سلجوقی بین سالهای 426 تا 490 هجری قمری انجام شد. محاسبات منصوب به خیام در این زمینه هنوز معتبره و دقتی به مراتب بالاتر از گاه شمار میلادی داره. وی در ریاضیات و نجوم، علم ادبی، دینی، تاریخی هم استاد بود و نقشش در حل معادلات درجه سوم و معادلات درباره اصل پنجم اوکلیدیوس نام او را به عنوان ریاضیدان برجسته در تاریخ علم ثبت کرده. پیدا کردن نظریه درباره نسبت هم عرض با نظریه اوکلیدیوس هم که فرضیه ایه که یه فرضی هم داریم در مورد اینکه خیام شاگرد ابن سینا بوده
که این خیلی دور از ذهنه، به این دلیل که به لحاظ زمانی اونها در دورهای خیلی دور از هم میزیستند. خیام در جای ابن سینا رو استاد خودش میدونه، ولی خب این تفسیر در واقع جنبه معنوی داره. خیام در نزد ملکشاه دست به انجام کارهای بسیار بزرگی زد که یکی از اون کارها افتتاح رصدخانه ملکشاهی بود که در این کارو کرد که اصلاح تقویم رو در واقع انجام بده و تقویم جلالی که امروزه در میان ایرانیان رواج داره هم از کارهای این بزرگوار هست. تا قبل از اون 6 گونه تقویم در حوزه تقویم مسیحی وجود داشت که تقویمی که خیام درست کرده با اختلاف دقیق تری تقویم هست در واقع. خیلی هم عالی. حکیم عمر خیام تنها به این امر مبادرت نورزید و از خود آثار گرانسنگی در حوزه‌های مختلف علمی به جا نهاده که از میان آنها میتوان به رساله شرح ما اشکال من مصادرات الاقلیدیوس که هم این عربیش احتمالا که انقدر سخته و رسانه فل ابراهیم علال مسائل الجبر و نوروزنامه و رساله فل وجود اشاره کرد. خیلی هم عالی. این هم از بخش فرهنگی. خیلی هم عالی. میریم سراغ بحث آزادمون که در مورد حق آموزش هست، آموزش و پرورش. من یک مطلبی رو چند وقت پیش پیدا کردم که امروز بعدم نیومد، امروز هم بهش اشاره داشته باشیم، در موردش براتون بگم، بهتره چیزی که خیلی همون نشدیم، ولی یک مروری میکنیم این بحث رو و بعد مقایسه میکنیم با اتفاقات حال حاضر ایران. یه منشور حقوق شهروندی داره جمهوری اسلامی که به امضای رئیس دولت 11 رسیده و منتشر شده که ایسنا متن کامل این حقوق شهروندی رو گفته. یه مقدمه داره که توی مقدمه توضیح داده که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و ما هم به عنوان دولت حق گسترش و عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یاد کردیم و این منشور حقوق شهروندی رو که به مثابه برنامه و خط مشی دولت رو رعایت کنیم و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام کنیم. ماده 104 این در واقع منشور در مورد حق آزاد، حق بخشین آموزش و پژوهش داره صحبت میکنه. میگه که شهروندان از حق آموزش برخوردارن. آموزش ابتدایی اجباری و رایگانه و باید دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه رو فراهم بکنه و وسایل تحصیلات عالی رو تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به طور رایگان گسترش بده. دولت آموزش پایه‌ای رو برای افراد فاقد آموزش دایی هم فراهم یابند. ماده 105ش همه استادان و دانشجویان حق بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پرورشی از جمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت‌های علمی از جمله فرصت‌های مطالباتی، بورسی و غیره هم که شایستگی اونها رو به در نظر بگیریم باید وجود داشته. جوامع علمی، حوزوی، دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند. استادان، طلاب و دانشجویان در اظهار نظر آزادند و آنها را نمیتوان به صرف داشتن یا ابراز عقیده ای در محیط های علمی مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تأسیس تشکل های سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آنها
اقدام کنند. ماده 107. دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد و مسئولان دانشگاه باید تضمین امنیت دانشجویان را فراهم کنند و رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حقوق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح انجام بشود. حق دانش آموزان است که از آموزش و پرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعداد، توانایی‌ها و احترام حقوق یکدیگر، ارزش‌های دینی و ملی بشود. اینا رو من دارم به صورت خلاصه براتون می‌خونم که بعد تو ذهنمون بمونه راجعشون صحبت کنیم. حق دانش آموزان است که شخصیت و کرامت آنها مورد احترام قرار بگیرد و نظرات کودکان در مورد مسائل مربوط به زندگیشان باید شنیده و مورد توجه قرار گیرد. هیچ کس هر ندارد موجب شکل‌گیری تنفرها قومی مذهبی سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب رو داشته باشه. آخرش هم که تماخان باید تناسب توانایی ها فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت رو در آینده برشون فراهم بشه. و یک نکته هم در مورد دانش آموزانی که معلولیت دارن. خیلی عمالی این هایی که براتون خوندم که خیلی به نظر خودم عجیب بود، چون هیچ کدوم از این اتفاقها رو حداقل من به شخصه که خودم هنر آموز هنرستان بودم در ایران، یا هممون حداقل تو ایران مدرسه رفتیم درس خوندیم، بعید میدونم هیچ کدوم از اینا رو به چشم دیده باشیم که توی ایران این اتفاقاتی که اینجا راجبش صحبت میکنن به انجام رسیده باشه. هیچ کدوم از این امکاناتی که ازش حرف میزنن هیچ کدوممون داشته باشیم، یعنی تا پایه سوم متوسط کسی رایگان رفته باشه مدرسه، از امکانات نمیگم عالی ولی متوسطی برخوردار باشه. خیلی از بحث موضوع آزاد دور نشیم و در مورد آموزش در واقع هنرستان ها مرکز عالی و دانشگاه هایی که رشته های هنری و در مورد این که اگر چیزی دارید که اگر خودتون تاثیر کرده در این آموزشگاه هستید، چیزی یادتون میاد که بخواید با ما به اشتراک بذارید، میشنویم ازتون. خیلی ممنونم. در مورد مسئله هنر توی بخش آموزش و پرورش، حالا میخواد مدارس باشه، مؤسسات باشه، هنرستان ها و دانشگاه ها، خب حرف زیاد هستش. من تا مثلا میکنم که 3 دقیقه رو رعایت کنم. اول اگر که بخوایم از مدارس شروع کنیم، اصلی ترین موزل همینی هستش که اصلا امکانات هنری توی مدارس وجود نداره. مثلا فرض کنید که سازهای موسیقی اصلا توی مدارس وجود نداره، در صورتی که توی خیلی از کشورها این یه مسئله عادی هستش و حداقل 2 نوع ساز توی مدارس هستن و بچه‌ها میتونن استفاده کنن. اما خب اینجا توی ایران در واقع به این شکل نیست و از این بابت میتونیم بگیم که کودک استعدادش کشف نمیشه. و خب مسئله بعدی اینه که اوج فعالیت‌های هنری مدارس نهایتاً زنگ انشاء و نقاشی هستش که خیلی هم جدی گرفته نمیشه و بیشتر به صورت زنگ تفریح هستش. و حالا مقطع بالاتر وقتی که بچه‌ها وارد میشن اون بحث حرفه و فن هستش که میتونیم بگیم یه مقداری فنی‌تر هستن اگر واقعاً اون کارهایی که ازش خواسته میشه واقعاً خودشون انجام بدن. خب حالا فرض کنیم که این دوران مدرسه رو ما بذاریم کنار، خب متوجه شدیم که اصلا استعداد کودک توی زمینه هنر به اون صورت کشف نمیشه. اگر که کودک خیلی خوششانس باشه و خانواده خیلی در واقع پیگیری داشته باشه و علاقه من باشن که اون کودکشون از زمینه توی زمینه هنر هم در واقع استعدادش شکوفا بشه، باید بفرستتش به مؤسسات آزاد. وقتی که میفرستتش به مؤسسات آزاد چند تا مسئله هست. یکی این که خب هزینه این کلاس ها بالا هستش و خیلی از خانواده ها نمیتونن متاسفانه پرداخت کنن. حالا اگر که بگیم اینم مسئله نباشه، مسئله بعدی این هستش که
متاسفانه خیلی سوء استفاده میشه از کودکان توی مؤسسات. حالا سوء استفاده روحی هستش، سوء استفاده هنری هستش و حتی خیلی وقتا سوء استفاده جنسی هستش که از اون افراد در واقع میشه. همونطور که ما چند وقت پیش هم چندین خبر خوندیم در این مورد که توی خیلی از این مؤسسات شخصی وقتی که یه تم تئاتر رو و یک در واقع داستان رو تهیه میکنه، بعدن اون کارگردان یا اون تهیه کننده یا اون شخص میاد اون طرح رو برمیداره و خودش استفاده میکنه. و یه مسئله دیگه هم که به عنوان مسئله آخر میگم، بحث دانشگاه هستش. در مورد هر کدوم از اینا واقعا خیلی میشه صحبت کرد، ولی خب حالا من مجبورم کوتاه صحبت کنم. بحث توی دانشگاه فکر میکنم عمده ترین مسئله که شاید هممون شاهدش باشیم این هستش که استاد خیلی سلیقه‌ای رفتار میکنه با دانشجو، یعنی بر اساس اون علاقه خودش، بر اساس اون سلیقه خودش توی اون تم هنری میاد در واقع دانشجو هم مجبور میکنه که به اون شکل رفتار کنه و پذیرای ایده ها و اون استعداد دانشجو نیست و حتی حالا پذیرشش هم به کنار، شنواش هم نیست، یعنی حتی حاضر نیست گوش بکنه، 30 ثانیه در موردش فکر بکنه. و به هر حال بر اساس نظر شخصی و یه چارچوب مشخص رفتار میشه با اون دانشجو. به هر حال صحبت زیاده، من خوشحال میشم که صحبت بقیه دوستان هم بشنوم. مرسی مارک، در اختیارتون. ممنون از شما خانم جهانبی. آقای منیری، مایک برای شما صحبت. سلام مجدد دارم. من صرفا صحبتم در تکمیل صحبت خانم جهانبینه، این که فرمودن دقیقا باید برن سراغ مؤسسات غیر انتفاعی یا آزاد. حالا بر اساس پژوهشی که قبل‌تر داشتم برای اعداد و ارقام، آموزش پرورش خب 95% از بودجش میرفت برای نیروی انسانیش و 5% از بودجش میموند برای هزینه های دیگه مدارس. و اون 5% رو من بر اساس حالا اون اعداد و ارقام تقسیم که کردم، سرانه روزانه هر دانش آموز 230 تومن بود روزانه. اینی هم که عرض میکنم حالا سال 1400، یعنی توی این اوج تورم. و واقعا با این سرانه بودجه هر دانش آموز روزی 230 تومن واقعا نبایدم انتظارشو داشته باشیم که اینها بتونن امکانات مکفی رو فراهم بکنن برای دانش، برای هنرجوها. چون حالا در هر صورت همونطوری که دوستان در جریان هستن، هنر یه کاریه که یه مقدار هزینه بردارتره نسبت به بقیه رشته ها به اعتقاد بنده. نقاشی به هر حال یه سری امکانات میخواد، تئاتر لباس میخواد و الی آخر موسیقی ساز میخواد و الی آخر به نسبت هزینه برداره. و از این بابت متاسفانه خود به خود هنرجوها به سمت مؤسسات غیر انتفاعی کشیده میشن. و البته من یه نکته دیگه هم عرض بکنم خدمتتون، بحث سر اون آینده شغلیه که دقیقا کسی که میره سراغ هنر، اینو یه هزاران بار راجبش صحبت شده توی ایران بین خودمون، توی ایران هر کسی میره سراغ هنر مطمئناً در کنار یه چیز دیگه است و به عنوان یک چشم‌انداز شغلی و آینده ساز به اون مسئله نگاه نمی‌کنه. مرسی بابت وقتی بندید. ممنون از شما. بله متاسفانه توی نمیتونم 100% بگم که ایران فقط اینجوریه، با توجه به اینکه حالا مثلا این شانس رو داشتیم که یه مدت خارج از ایران زندگی کنیم. به نظرم کلن هنر یه حال غریبیه توی همه دنیا، ولی توی ایران بیشتر. توی ایران خیلی هنرمندها به نظر من قشر آسیب پذیرترین، یعنی حالا به لحاظ آینده شغلی اگه بخوایم بررسی کنیم. اما در مورد آموزشگاه ها، مدارس، که واقعا ایران خیلی تو وضعیت بعدی قرار داره. فاکتور بگیریم از این که چقدر توی این سالهای کرونا چقدر دانش آموزان معمولی که اصلا نه هنرستانی بودن نه هیچی از تحصیل باز موندن به خاطر اینکه دسترسی به اینترنت، گوشی هوشمند یا همه این مسائل رو نداشتن. اما یه اتفاق عجیب که این وسط برای دوستانی که توی هنرستان درس خوندن افتاد، چون
احتمالا همطور که همتون بدونین بخش اعظمی از درس های هنرستان ها عملیه، کار با رنگ، کار با مواد، تو کارگاه، کلاس های حضوری و عملی و اینا. و دانش آموزانی که توی این یکی دو سال، در واقع دو سه سال بهتر بگم، کرونا از هنرستان ها و دانشگاه فارغ التحصیل شدن، یه چیز عجیبیه. یعنی من باشون که صحبت میکنم میگن ما هیچی بلد نیستیم. و محصل جالبی مطمئنن در انتظار آینده، حداقل میتونم بگم این دوستانی که توی این وضعیت به تحصیل پرداخت، همیشه از کمبود امکانات برخوردار بوده، توی هنرستان ها کارگاه ها همیشه با مشکل برخوردار بوده، مواجه بوده، ببخشید، کارگاه های درس های عملی، چه دوستانی که حالا تو رشته مثلا خیاطی تدریس در درس موندن، چه دوستانی که تو رشته های دیگه هنری درس موندن، واقعا با کمترین امکانات، حتی در شهرهای بزرگ میتونم بگم با کمترین امکانات تونستن درسشون رو تموم کنن. آقای کیوان، متاسفانه نمیتونم فامیلتون رو بخونم، اما مایک برای شما، بفرمایید. بله ممنونم. این میکروفونم هم چیز تصویرم هم باز نمیشه، نمیدونم. بله عرض کنم حضورتون، صدا میاد الان من صحبت کنم؟ بله من برای تصویرم ریکوست فرستادم براتون، اکسپت بکنید باز بشه. بله بله اوکی مرسی. الان باز شده دیگه نمیره. خب عرض کنم حضورتون، سلام مجدد خدمت همه دوستان. در مورد آموزش پرورش در ایران، مثل چند تا موضوع دیگه، ما دو تا بخش داریم. یه آموزش پرورش معمولی داریم که تو قانون اومده نباید پول بگیرن، باید تا سر دانشگاه رایگان باشه اما پول میگیرن. یه آموزش پرورش دیگه ای هم داریم که مخصوصه، به جای اینکه پول بگیرن پولم میدن، اونم برای طلاب گذاشتن، یه اسم دیگه ای روش گذاشتن، ولی خب بابتش هزینه میکنن. تو مجلسمونم قرار نبوده بودجه براش در نظر بگیرن، ولی خب بودجه هم در نظر گرفتن، اما هنوز بابت این موضوع تحقیقی نکردم که ببینم بودجه ای که برای آموزش پرورش طلاب در نظر میگیرن از آموزش پرورش عمومی بیشتر هست یا نیست. اما در مورد موسیقی هم من تو این زمان کوتاه توی آموزش پرورش، این هم دو مدل داریم، هم زیرزمینی داریم نوع ممنوعه، هم نوع مجازش. نوع مجازش اینجوری که من تجربه داشتم اینه که سر صف صبحگاهی اونایی که استعداد داشتن تونستن قرآن بخونن، و غیر مجازشم وقتی معلم ها تو کلاس نبودن ما که اینجوری برخورد میکردیم. موسیقی های غیر مجاز که برخوردم داشت، عرض کنم حضورتون دیگه همین دیگه، تا این حد من میخواستم صحبت کنم. ممنونم از اینکه وقت دادیم. مایکو در اختیارتون زم. من شما برای مشاهده کرد شما بگم آل دوستان فرمید مشارکت بکنید در وسط آزاد. درود، صدای بنده هستش؟ عذر میخوام، صدای بنده هست تو جلسه؟ بله صداتون هست، بفهمید. بله، من میخواستم در مورد یه مسئله توی هشتبر صحبت کنم. ما جزء انجمن سینمای جوان هشتبر بودیم و از همینجا یک سلام گرم با آقای نادر شیخ الاسلامی استاد عزیزمون برسونم. ما قرار بود بریم برای عکاسی توی ماسوله،
ما اون موقع دوربین های 125 زینت داشتیم. از مرکز یعنی از تهران یا از رشت برای ما توی پاکت های بسته‌بندی شده به اسم خود هنرجوها یه سری نگاتیو می اومد و واقعا یک فاجعه ای بود، واقعا فاجعه ای بود. بعد این نگاتیو این بسته ها رو به ما اون زمان میفروخت هولوش 145,000 تومان. حالا بعد از این قضیه گذشت، من با یه دوست دیگه آشنا شدم و با این دوست صحبت کردیم و این دوست برگشت گفت که توی تو چرا انقدر عکس هاتو کم میگرفتی؟ منم اون موقع دست فروش بودم و هزینه‌ام خیلی زیاد بود، نمیتونستم پول این نگاتیوا رو بدم. دوستم میخرید، من همزمان با اون کادربندی میکردم، علاقه به سینما دیگه، علاقه شدید داشتم. بعد گفتم که هزینه پرداخت نگاتیوا رو نداشتم. گفت پس چطوری وارد کلاس شدی؟ گفتم من هزینه کلاس رو دادم. گفت خب تو هزینه کلاس رو وقتی میدی اون نگاتیوا سهمیه توه، یعنی به اسم تو داره میاد. یعنی این فاجعه، یعنی تو چطوری بهت بگم، کسی نبود که رسیدگی کنه به ماه هنرجو که بگه آقا شما که هزینه رو داری شهریه رو پرداخت میکنی، این نگاتیو مال شماست، به اسم شما داره میاد. و اینم یکی از فاجعه هایی بود که من تجربه شخصی خودم بود. ممنون ازتون. ممنون از شما. بله متاسفانه بحث آموزشگاه ها و مراکزی که حالا یکم حالت خصوصی تر دارن توی ایران که اصلا یه بخش جداییه، چون واقعا نظارت و رسیدگی خاصی هم بهشون نیست، هر کار دلش میخواد انجام میده. حالا چه تو بحث هزینه، چه تو بحث امکاناتی که میگن و نمیدن. اولش که فرم پر میکنی میگن هزینه ثبت نامتون شامل این امکانات میشه، بعد که وارد میشی دوباره میگن یه پول دیگه بده اگه میخوای اینجا بیاد، یا رو میگن یه پول دیگه بده اگه میخوای فلان چیزو داشته باشی باید اینم بدی. یهو میبینی یک عالمه هزینه این وسط اتفاق افتاده. بفرمایید خانم بیرجند. سپاسگزارم خانم دژم عزیز، خسته نباشید میگم به دوستان. فقط یه چیز خیلی کوچیکی رو میخواستم به اشتراک بذارم با دوستان، اینکه کلن آموزش ما از ریشه در واقع مشکل داره و به قول معروف میگن از پایه خرابه. وقتی میان در زمان ابتدایی، بچه که نمیدونه زندان چیه، زندانی چیه، میان توی کتابای درسی راجبه مثلا اماما و دستگیر شدنشون تو کدوم دوره مثلا خلیفه‌ای که بودن، توسط کی کشته شدن، نمیدونم یه همچین چیزایی رو میان و مجبور میکنن که بچه ها و تاریخ و اسم اون افراد رو حفظ بکنن. یه همچین چیزایی خیلی، حالا شاید فراتر از اینا هم باشه، ولی واقعا چیزایی که هیچ ضرورتی نداره. واقعا یه بچه دبستانی برای چی باید اینا رو بدونه؟ در صورتی که خودش هنوز معنی مفهوم خلیفه‌شو شاید نمیدونه، زندان و زندانیشو نمیدونه، هیچ درک درستی ازش نداره. اما یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم راجع به نسل خودمون بود، حالا نسل 60، نسل 50، حتی البته از زمان انقلاب به بعد اگه بخوایم حساب بکنیم، و همچون دهه 70 های ما، واقعا به تنها چیزی که توجه نمیشد پیدا کردن استعدادهای بچه‌ها تو دوره تحصیل بود. من خودم به شخص خودم رو مثال میزنم، واقعا اگه استعدادهای من تو اون دوره کشف میشد، در صورتی خیلی کارام انجام دادم، کشف میشد و شاید من مثلا الان تو اون جایگاهی که تو بچگیم دلم میخواست میبودم، نه اون چیزی که مثلا الان هستم. و نسل ما نسل بچه‌هایی که سر صف نگر میداشتن و جورابا رو کنترل میکردن که کسی جوراب سفید نپوشیده باشه، نمیدونم ناخونش بلند نباشه، یعنی توجه به چیزایی که واقعا هیچ تأثیری توی ساخت سرنوشت بچه‌های اون دوره نبود. حالا الان کمتر این قضیه، ولی به شکلهای دیگه ای در واقع این اتفاقا میفته. همین خواستم اینو باتون در به اشتراک بذارم. مرسی که به زمان دادی. ممنون از شما خانم بیرجندی به ما شارکت. متاسفانه تو ایران یه بحث استعدادیابی نشدن از طرف خود آموزش پرورش داری، یک بحثی هم مقاومت والدین رو داری. حالا نمیدونم واقعا ضعف فرهنگیه
از کجا میاد که کسی که من یعنی خودم یادمه، تازه با اینکه مثلا من مدعی اینم که من از یک خانواده روشن فکر میام، برای اینکه برم در هنرستان تحصیل کنم یه تایم خیلی طولانی وقت گذاشتم و با خانواده‌ام صحبت کردم که تو رو خدا اجازه بدی من برم هنرستان درس بخونم، من به این رشته علاقه دارم، من دوست دارم این کاره بشم، در آینده اینجوری باشه اونجوری باشه، و من خیلی زمان گذاشتم. واقعا اینم یه ریشه فرهنگی میتونه داشته باشه به نظر من، که انقدر خانواده‌ها مقاومت میکنن که بچه‌هاشون توی هنرستان‌ها درس بخونن. خانم جامین بفرمایید. خیلی ممنونم. من دو تا مسئله هست که دوست داشتم اضافه کنم. یکی در ادامه صحبت‌های آقای منیری بود در مورد اون بحث هزینه زیادی که به هر حال برای مدارس داره و کلن برای آموزش و پرورش داره که بخواد به بخش یا بحث هنر توی مدارس توجه کنه. خب این کاملا منطقیه، درست هم هست و حرف قابل قبولیه، اما خیلی وقتا خیلی چیزا نیازی به هزینه اضافه نداره. فرض کنید مثلا خب میتونن همون جوری که زمان میذارن و یه شخص روحانی رو دعوت میکنن که بیان برای بچه ها صحبت کنن، توی هفته یه تایمی از بچه ها رو میبرن مثلا توی یه بخشی از مدرسه و میذارن که حالا صحبت بشه باهاشون. میتونن یه هنرمند رو دعوت کنن، میتونن یه موسیقیدان رو دعوت کنن و از اون شخص بخوان که برای بچه ها لااقل صحبت کنه، یا لااقل توی کتاب ها لااقل بیان مثلا یه مقداری حالا موسیقی رو معرفی کنن، سازها رو معرفی کنن، حداقل سازهای ایرانی و سازهای سنتی خودمون رو معرفی کنن. خیلی کارا میشه کرد، میشه حتی تئاتر اجرا کرد، نیازی به هیچ لباس خاصی هم نداره. از یکی از بچه ها که مثلا فرض کنید مشخصه که دست به قلم استعداد نوشتن داره، درخواست کنن که یه فیلمنامه خیلی کوتاه بنویسه، بقیه بازی کنن با همون فرمای مدرسه شون. همین کارهای کوچیک باعث میشه که به هر حال استعداد بچه ها کشف بشه. البته که بهتره واقعا تمام اینا اصولی باشه، اما میخوام بگم که توی شرایط بد هم و با حداقل امکانات هم میشه یه کارایی کرد. و من خودم واقعا یادم یه دوستی داشتم، انقدر انشاش خوب بود، انقدر قشنگ می نوشت که واقعا ما باورمون نمی شد. یعنی هر سری این می نوشت ما بهش می گفتیم تو دادی به مثلا خواهر بزرگترت برات نوشه، تا اینکه واقعا جلوی خودمون می نوشت. و الان هم می دونم نمی نویسه، یعنی اصلا استعدادش کشف نشد. ما به عنوان دوستاش بهش می گفتیم که تو خیلی قشنگ می نویسی، اما انقدر به این قضیه توجه نشد که اصلا فراموش شد. خودش این مسئله رو توی خودش کشت و خودش اصلا باورش نشد که یه همچین استعدادی داره. و یه مسئله هم خانم دژم صحبت کردن، دوست داشتم یه کمی بازش کنم. بحث هنر هستش و حالا نگاه اطرافیان به کسی که میره سمت هنر. کلن اشخاصی که هنرمند هستن به واسطه اون نوع کارشون، خب خیلی با هم دیگه سوای جنسیت خیلی با هم دیگه نزدیک هستن، یعنی خانم و آقا به هر حال اگر با هم توی تئاتر کار میکنن، سینما هستن، توی زمینه موسیقی هستن، توی هر زمینه‌ای که هستن، سوای جنسیت یعنی خانم یا آقا بودن، خیلی با هم دیگه ارتباط راحتی میتونن برقرار کنن، ارتباطی که شاید توی بقیه رشته ها به این صورت دیده نشه. و این مسئله شاید از طرف جامعه ایران که یه مقداری فضای بسته‌ای هست سختی پذیرفته بشه و یه در واقع تصور بدی از این قضیه میشه، و همینی میشه که مثلا امثال خانم دژم ها وقتی که میخوان وارد هنرستان بشن از طرف خانوادهشون حالا با مشکل برخورد میکنن، یا از طرف اطرافیانشون قضاوت میشن، یا مانعی سر راهشون قرار داده میشه. و حالا مثلا خانم دژم پیگیر بودن، پیگیر اون سلیقه و علاقهشون بودن که دنبال این قضیه رفتن و وارد هنرستان شدن، ولی واقعا خیلی ها بیخیال این قضیه میشن. و این بحث هنر، این استعدادی که توی وجودشون هست واقعا برای همیشه از بین میره و در واقع سرکوب میشه. مرسی، مایک در اختیارتون. ممنونم. بله واقعا نکته درستی داریم بهش اشاره میکنم، چون ما
یادم از دوران راهنمایی سه نفرمون بودیم که دوست داشتیم بریم هنرستان، ولی دو تامون تونستیم. اون نفر سومه به هیچ وجه باباش بهش اجازه نداد که وارد هنرستان بشه و خیلی سخته، خیلی غم انگیزه واقعا این چیزا رو آدم میشنوه ناراحت میشه. آقای منیری بفرمایید. مرسی بابت وقت دوباره که بنده دادید. من اتفاقا داشتم قانون اساسی رو چک میکردم و خواستم ببینم اصلا کلا کلمه هنر وجود داره توی قانون اساسی. هنر و ورزش، این دو تا کلمه برام مهم بود ببینم واقعا جایگاهی داره توی قانون اساسی. توی اصل سوم بند سه، خب حالا دیگه دوستان خوندن، یا آموزش پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. و بند چهارش هم میگه تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. اگر دقت بکنیم ببینیم مثلا توی قانون اساسی اصلا چیزی به نوع این حد این نزدیکترین اصلایی بود که من به هنر پیدا کردم که اصلا باز کلمه هنر رو هم داخلش نه، نزدیکترین اصلها اینها بود. بعد شما قانون اساسی رو یه نظاره بکنید دیگه به قول معروف تو خود حدیث مفصل خان از این مجموعه. مرسی بابت وقتی به من دادید. ممنون از شما. آره واقعا اصلا به نظر من جایگاهی نداره، چون اصولا معتقدن که یعنی نظر شخصی منه، چون همیشه دولتمندها از هنرمندها میترسن، همه جای دنیا تقریبا همین جوریه و چون هنرمند سلاح خاص و منحصر به فرد خودشو داره، برای همین به قول خانم بیرجندی از پایه اجازه نمیدن که این قشر توی جوامع رشد پیدا کنن، شاخ و برگ بگیرن، تا از ترس دیگه، از ترس که نتونن بعدن برای خودشون یا علیه خودشون ازشون استفاده بشه، نمیذارن این اشخاص پا بگیرن. حالا با این محدودیت هایی که مدارس داره شروع میکنن و در نهایت میرسن به دانشگاه ها، اخراج میکنن و اتفاقات از این قبیل. من یه مسئله رو میخواستم بگم که یادم نمیاد. اول خانم مرجان شبان نجات رو میشنویم، امیدوارم که یادم بیاد. بفرمایید خانم شبان نجات. سلام عرض کنم خدمت همه. دقیقا من خودم هنرستان خوندم، ولی اون موقع که فکر میکنم سال 78 بود وارد هنرستان میخواستم بشم، همه همسایه ها مثلا فامیل همه میگفتن که بچه تنبلا میرن نرو، انقدر تو اینجوری گفته بودن که تاثیر گذاشته بود روی پدر مادرم که مثلا اونا هم مثلا میخواستم بگن که مثلا نرو. ولی خدا رو شکر برادر بزرگم باهاش صحبت کرد و رفتم در رشته گرافیک خوندم و اصلا هم پشیمون نیستم، ولی متاسفانه در زمان اون موقع همینطوری بود، الان هم فکر میکنم هنوز باشه و این خیلی بده. امیدوارم واقعا طوری بشه که همه بتونن در راستای اون چیزی که میخوان تحصیل کنن و به اهدافشون برسن. مرسی، ممنون. ممنون از شما برای مشارکت. خدا شد که دانشتون بوده و گذاشته که شما تحصیل کنید توی این رشته. جناب آقای سعادتی بفهمید. البته اجازه میدین اول آقای کیوان دستشون بلند کردن از ایشون بشنویم. سپاسگزارم. حالا اگه آقای سعادتی میخوان صحبت کنن و ایشون صحبت کنن، فقط من مشکلی نیست صحبت کنم؟ نه بفهمید. بله مشکلی. بله بازم ممنونم به خاطر وقت دیگه که بهم دادین. عرض کنم جناب منیری و این خانم عزیز که صحبت کردن، واقعیت من یاد یه موضوعی انداختن در بابت مشکلی که برای اونایی که علاقمند به هنر دارن تو ایران تو دوره ما. عرض کنم حضورتون برای کسایی که هنرستان درس نخونده بودن وقتی میخواستن کنکور شرکت کنن برای دانشگاه هنر، به خصوص موسیقی، نه به خصوص اون رشته‌های نقاشی و هنری که اونجوریه، چون
منابع مشخصی نبود برای امتحان. مثلا یکی که رشته فنی میخواد بخونه میدونه چه کتابایی باید بخونه، از چه کتابایی میاد، چه مباحثی میاد، سوالا چجوری طراحی میشه، یا مثلا کلاس کنکوری هر چیزی هست. با توجه به این که رشته هایی که مربوط به هنر موسیقی، نقاشی، اینا کارهایی که فنی هم داره دیگه، یعنی اجرایی هم داره، باید روی چیزهای مسلط باشن و مسائل ساده‌ای هم نیست. اینم یکی از ایرادایی بود که تو زمان ما وجود داشت، حالا الان نمیدونم. در مورد موسیقی هم واقعیت این که میگن تو اسلام موسیقی حرامه به خاطر همینه که ازش استفاده نمیکنه، اولا خود این حرام بودنش که باز مسئله حقوق بشری داره، اما بحث این که واقعا آیا حرام عمل نمی کنن، اینم که دیگه هر کسی رسانه های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی ایران نگاه کرده باشه میبینه که موسیقی هست، ولی جایی که به صرفشون باشه حرامه، جایی که حرام نیست، جایی که به صرفشون نباشه حرامه. بازم سپاسگزارم وقت وقتی که بهم دادین. مایک رو رها میکنم. ممنون از شما برای مشارکت. بله، این موسیقی هم مثل خیلی از داستانهای دیگه تو ایران بلا تکلیف، همطور که خانم جانبین اگه اشتباه نکنم در مورد رپ صحبت کردن، اگر مشکل با رپه پس چرا تو تلویزیون ایران رپ اجرا میشه؟ اگه مشکل رپران با شخصیت اون آدم مشکل داریم که اون بحثش جداست. اما در مورد دانش کنکور که گفتی، زمانی که من خودم کنکور دادم ما کنکور عملی هم داشتیم، فکر میکنم مشکل دیگه رفع و رجوع شده. اما همچنان برای اینکه بتونید در رشته هنر رتبه خوبی بیارید، منوط بر اینه که ریاضی، عربی و درسه اینجوری رو خیلی خوب بزنید توی هنر، با اینکه جدی نداره، با اینکه من که هنرستانی هم نه ریاضی نه عربی مثلا خوب نیست، این اتفاقات باگ های آموزش پرورش به نظر من. آقای سعادتی اول شما رو میشنویم. صحبتام رو با یه دونه حدیث از امام رضا علیه السلام شروع کنم. میگه هر کس در خانه اش تنبور، ستار، عود یا هر چیزی از وسایل موسیقی از قبیل شطرنج و وسایل دیگر شبیه به آن، پرانتز زده وسایل قمار، را 40 روز نگه دارد، پس به حقیقت و حتما شایسته خشم خداست. من نمیدونم این خدایی که اینقدر با هنر و موسیقی و اینا مخالفه چرا اصلا انسان رو خلق کرد. حالا از این بگذاریم، هنر یک معقوله فوق العاده سنگینیه. ما هنر رو میتونیم توی قلم داستایفسکی ببینیم که این بشر با اینکه اصلا اون زمان هنوز روان درمانی اگزیستانسیالیست کشف نشده بود، این بزرگوار چندین تیپ و چندین شخصیت رو توی داستانش داره که واقعا میشه از داستایفسکی به عنوان پدر علم روانشناسی و روانکاوی یاد کرد. داستایفسکی با قلمش خیلی چیزها رو تونست نابود کنه و این خلاف شده توی یعنی مملکت ما، یعنی بد به نظر رسیده مثل علی سنتوری و مثل دیگر هنرمندان که زندگیشون رو در فشار، خودکشی، مواد و اینجور چیزها ختم کردن. و داستایفسکی در اولین کتاب خودش که به دشمن خودش نامه ای فرستاد، گفت که اگه به من 10 روبل ندی من از گشنگی میمیرم. دقیقا مضمون نامه همینه، به دشمن خودش، به منتقد خودش. ولی این شخص در کتاباش داره عشق به زندگی رو به ما یاد میده که زندگی هر جوری هست، هر چیزی هست، باید قبولش کنی، یعنی باید بیستی و باهاش بجنگی. و ترس حکومت‌های دیکتاتور از اینجور نویسنده هاست و سعی میکنه سلیقه جامعه رو با هنرهای حکومتی و با هنربندهای حکومتی تا جایی که میتونه بیاره پایین. من یادم است توی کلاس که بودیم یک فیلم کوتاهی رو برای ما گذاشتن به اسم دیوارها سخن میگویند، برای خانوم همون استادمون بود. من واقعا دارم میگم به هیچ عنوان نتونستم این فیلم رو من بفهمم،
نه اینکه منظور که چیز نشه مثل مال هندراید نبود که بگیم که آقا این کدهایی داره که بعدها باید ما این رو مشخص کنیم که این تصاویر و این پلان ها و این سکانس ها و این نور ها و این عکس ها، نه یه دیواری بود یکی سوت میزد تموم شده رفت. فقط چون مسئول بود این فیلم توی جشنواره جایزه گرفت و واقعا چیز عجیب و غریبی بود. هنر رو تا اونجا که میتونن سرش رو میکوبن، چکشکاری نمیکنن. چکشکاری فرق داره با کوبیدن. شما یک آهن رو میذاری توی کوره میاری بیرون، چکشکاری میکنی و آخر این آهن بعد از گذروندن مراحلی تبدیل میشه به یه شمشیر. ولی متاسفانه اینجوری نیست. اینها به هنر خام دارن چکش میزنن و دارن نابودش میکنن. نه منتقدن، بلکه یک لودر هستن و دارن داغون میکنن. و به نظر من جامعه ای که هنر توش نباشه میشه همینی که هست. ممنون ازتون. ممنون از شما آقای فراد. بله متاسفانه موادی که بهشون اشاره کردید وجود دارن. آقای مانیدی بفهمید. مرسی. یه کوتاه همکاران راجع به این تبعیضی که بین هنر و یه سری مثلا رشته‌های فنی قائل میشن و من میخواستم فقط کوتاه راجع بهش بگم که چرا این اتفاق میفته. من یه مطلبی قبل‌تر خونده بودم راجع به انواع هوش و کلن میگفت که 9 مدل هوش داریم. حالا من دوباره اون مطلب رو آوردم. من در واقع فقط انواع هوش رو اسم میبرم. هوش انسانی منطقی ریاضی، این هوشیه که در واقع توی ایران تعریف شده. حالا اینو من نمیدونم، نمیتونم بگم که صرفا جمهوری اسلامی اینو تعریف کرده یا نه، اما یه هوشیه که در حال حاضر تعریف شده و همونطوری که دوستان گفتن مثلا به قول معروف این خیلی بد بود که کسی که توی اینها موفق نمیشد بعد میرفت توی گزینه‌های بعدی. مثلا اول مثلا زمان من دیگه این خیلی تو بورس بود، میگفتن اول ریاضی بعد تجربی بعد انسانی بعد هنرستان و الی آخر. یعنی دقیقاً اینها رو به این شکل طبقه بندی میکردن، نمیومدن بگن که همه اینها موازیان، همه این موارد طولی قرار میگرفتن. من فقط این هوشا رو نام میبرم و میخوام بگم که دقیقاً توی جمهوری اسلامی متاسفانه حالا یه چند تاش معنا داره. اولیش هوش ریاضی منطقی ریاضی بود، دومی هوش زبانیه که حالا مشخص باز هم دقیقاً توی ایران زبان جز آخرین گزینه‌ها بود. هوش انسانی بصری فضایی، این که برای گرافیست هاست، باز این یه نوع هوش محسوب میشه. اما خب معمولاً اینجوری به ما تلقین میشد که میگفتن هنرستانی، خب بابا یه آدم خنگیه، چه میدونم این نتونست اصلا مغزش نکشیده، مثلا توی دبیرستان مغزش نکشیده الان دیگه رفته هنرستان. تو پس جسارت ندارم، من همین الان عرض میکنم این یک نوع هوشه. و حالا متاسفانه این فرهنگی بود که اون موقع بود. هوش بعدی هم میتونم بگم هوش انسانی طبیعت گرایانه هست، این که مربوط به علوم تجربیه. هوش پنجم هوش انسانی موسیقیه که اصلا کلا فکر نکنم تعریف شده باشه توی ایران. هوش وجودی انسانیه، این مربوط به علوم انسانی بیشتر، روانشناسی، فلسفه. البته هوش بدنی روانشناسی انسانی هم، این در واقع انسان‌هایی که روابط اجتماعی خیلی بالایی دارن، این مورد هفتم بود. مورد هشتم هوش درون فردی انسانی و مورد نهم هم هوش انسانی خودآگاهیه. من می‌خواستم عرض بکنم که اگر ما با این زاویه نگاه بکنیم که هر کسی ممکنه یکی از این هوشا رو داشته باشه و همه اینها به موازات هم دیگه قرار بگیرن، حالا ما که باز به شخص من یکی که به شخص به این موضوع معتقدم، اما مسئولین اگر به این موضوع توجه بیشتری میکردن مطمئنا وضعیت هنرمندان، حالا باز من از اون طرف میگم دوستانی که علوم انسانی رو مطالعه میکردن و الی آخر، وضعیت بهتری داشتن. مرسی بابت وقتی که به من دادید. ممنون از شما. بله متاسفانه به نظر من که این برمیگرده به اون بخش مشکلات فرهنگی، یعنی اون قسمتش که حالا از بحث علمی فاکتور بگیریم. خانم جنبی بفهمید. خیلی ممنونم آقای منیری. خوب شد شما قبل از من صحبت کردین، به خاطر اینکه
یکمی نگاه هم با شما متفاوته، به خاطر اینکه شما از نظر علمی دارید نگاه میکنید به این قضیه، من بیشتر از نظر فرهنگی و جامعه دارم نگاه میکنم به این قضیه. ببینید، هنر صرفا فقط موسیقی نیست یا فقط سینما نیست، حتی اون کسی هم که آرایشگر هست هنرمنده. و متاسفانه بعضی از حالا توانایی ها، بعضی از استعداد و بعضی از مشاغل توسط جامعه پذیرفته نمیشه. یعنی من فکر میکنم شاید 50% خانواده ها این دلیل مخالفتشون با فرزندشون که وارد هنرستان بشه این هستش که تو مثلا تواناییت بیشتره یا هوشت بیشتره یا بهتر میتونی از هوشت استفاده کنی، و حالا اگر که میخوای حتی به هنرم علاقه داری میتونی آزاد این رو هم انجام بدی. این یه بخشه که مطابقت داره با صحبت شما، اما 50% دیگه اصلا کلن با قضیه هنر مشکل دارن. یعنی کلن حالا به خاطر اون تم چیزی که هست، تم ارتباطاتی که هست، تم نوع فعالیت هایی که یه شخص هنرمند داره، کلن مخالف هستن که فرزندشون وارد مسئله هنر بشه. بیشتر من با نظر خانم دژم موافقم که بحث فرهنگی هستش. اما در مورد دانشگاه ها فکر میکنم آقای سعادتی بودن یه صحبتی کردن، گفتن که با ما یه هزینه ای میدیم شامل همه چیز میشه. حتی اون شهریه ای هم که دانشگاه از دانشجو میگیره، خب مشخصه که این شهریه رو داره بابت چی میگیره، و حتی سرانه هر فرد یا هر شخص هم مشخصه که مثلا از یه کلاس 40 متری یا از یه آتلیه مثلا 60 متری چند مترش مال این دانشجوه، مثلا 2 مترش مال این دانشجوه، در نتیجه ظرفیت این کلاس حالا مثلا 30 نفر میشه یا 20 نفر میشه. و حتی اون میزهایی که در نظر گرفته میشه برای دانشجوها، اونها همه بر اساس اون سرانه مشخص شده. یعنی دانشگاه موظفه که بر اساس اون شهریه‌ای که میگیره این خدماتو به دانشجوهاش بده، که متاسفانه اینجوری نیست. من حتی خودم حالا خانم دژمی صحبتی کردن، منم یاد اون خاطره افتادم که امتحانای عملی که داشتیم واقعا ما باید زودتر میرفتیم که جا بگیریم، و اگر که جا نبود باید روی زمین میشستیم و عملی امتحان میدادیم روی زمین، و این خیلی یه استرس خیلی بدیه، به خاطر اینکه خب شما باید نگران جات هم باشی، با اینکه به هر حال شهریه پرداخت میکنی و به هر حال موظف هستن که از نظر روحی روانی شرایطو برای شما فراهم کنن. اما خب به هر حال همه این مسائل رو گفتم و صحبت‌های دوستانم شنیدم. یه نکته هم می‌خواستم بگم، حالا شاید نکته مثبت قضیه باشه، همونطور که گفتم هنر فقط خب موسیقی و سینما و این مسائل نیستش، خیلی چیزای دیگه هست. و یه راهکاری که هست استفاده از فرهنگ سراها و مراکز فنی و حرفه‌ای هست، مراکزی که بعضی از رشته هایی که حالا مخارج کمتری داره و هزینه کمتری داره اون هنر رو به صورت رایگان در اختیار افراد قرار میده. هنرهایی که فرض کنید مثلا معرق کاری یا خاتم کاری یا حتی بافتنی، خیاطی، اینا همه هنر هستن که خیلی ها هستن که علاقه دارن آموزش ببینن اما امکاناتشو ندارن، هزینه نمیتونن پرداخت بکنن، و خب فرهنگ سراها و مرکز فنی و حرفه‌ای هستن که میتونن آموزش ها رو در اختیار مردم قرار بدن، هرچند که شاید خیلی کیفیت بالایی نداشته باشه، اما به هر حال برای شروع کار شاید بد نباشه. گفتم این هم بگم که فقط بدی ها رو نگفته باشیم، یه خوبی هم گفته باشیم. مرسی، مایک در اختیارت میخوام دژا. ممنون از شما خانم جامد. اتفاقا خوب شد که به این نقطه اشاره کردین، چون سوال بعدی من این بود که حالا به عنوان انسان هایی که دغدغه من هستیم و اینجا جمع شدیم دوره هم، بیاین یکم در مورد نکات مثبت و راهکارها حرف بزنیم. خانم بیرجندی، مکبر شما. سپاسگزارم. من دو تا نکته کوتاه باز میخواستم بگم. یکی در ادامه فرمایشات دوستان و همینطور خانم جهانبین که گفتن از لحاظ فرهنگی بعضی از هنرها در واقع حالا از دید مردم از نظر فرهنگی خوب نیست، مناسب نیست، یا حالا هر چیزی، یا حتی
خانم شبان‌نژاد که گفتن هنرستان رو برای بچه‌های تنبل می‌دونستن یا چیزایی به این صورت که مربوط به فرهنگ میشه. جالبه که حالا اگر بخوایم مثلا اشاره کنیم بهشون توی حتی مثلا تو موسیقی اگر بخوایم اشاره کنیم به این قضیه که حتی کسایی که مثلا هنر موسیقی خوندن یا نوازنده هستن یا موسیقیدان هستن، حالا هرچی به اصطلاح، البته من خیلی عصب میخوام از جامعه هنری در واقع که این واژه رو به کار میبرم، اسم مطرب روشو میذارن که خب میگه واقعیت رو میگن و متاسفم واقعا واسه این مسئله. اما نکته اینه که اگه دقت کنین در تمام مراسم، حالا چه تولدها، چه عروسی‌ها، چه حالا برنامه‌ها، جشن‌ها، هر چیزی، از همون موسیقی‌ها، از همون خواننده‌ها استفاده میشه. از اون طرف هم اگر از جنبه اسلامیش هم بخوایم نگاه بکنیم، تو مراسم عزاداریشون هم باز هم از همون موسیقی که از این طرف منکرش میشن، از اون طرف میان تو مراسم عزاداری و نمیدونم نوه خونی یا حالا مجالس نمیدونم مولودیشون و نمیدونم از اینجور چیزها هم استفاده میکنن. این دوگانگی واقعا یه چیز به نظر من خیلی زننده هستش که و ای کاش که همه واقعا بتونن با این قضیه در واقع روبرو کنن خودشونو و بپذیرن، نه اینکه انگار که با دست پس میزنن و با پا پیش میکشن یه همچین وصالی رو میطلبه. و در آخرم فقط میخواستم اینو عرض کنم که الان صحبتهای ما همه در مورد هر چی که هست مربوط به کلان شهرها و شهرها میشه در ایران، یعنی این قضیه کاملا صفر در روستاها یا مناطق محروم کشور ما که اصلا به همچین چیزایی واقعا توجه نمیشه، به چیز اصلی که خود آموزش رو، خود درس خوندن هستش یا مدرسه است، اصلا توجه نمیشه و ما با کمبود و محرومیت های بسیاری مواجه هستیم، چه برسه به اینکه بخوام بیان حالا موسیقی، هنر یا هر چیز دیگه ای رو برای اون بچه ها در نظر بگیرم. ممنونم که این زمان رو به من دادید. ممنون از شما خانم دیرجندی برای ما شرکت. بله همطور که اول صحبتم گفتم، متاسفانه چون مخصوصا سالهای آخر که کرونا بود، حتی مدارس معمولی، دانش آموزان معمولی از درس خوندن باز موندن به خاطر همین نبود امکانات، چه برسه به اینکه حالا بخوان تو رشته تخصصی تحصیل کنن و دارن دنبال استعداداشون که بعید میدونم اصلا هیچ وقت موضوع فراهم بشه. دوستان اگه موافق باشید من جنبندی بحث آزاد رو انجام بدم و توجه به اینکه 3 ساعت و 2 دقیقه است که توی جلسه هستیم، اگر نکته هست که بخواید به اضافه بکنید میشنوم ازتون. بعد آقای صادقی، من میخواستم به دوستانی که توی همسطح خودم هستن، یعنی از نظر مالی مشکل دارن ولی شدیداً علاقه به هنر دارن، این رو بگم که استعداد فقط 1% این قضیه هست. علاقه خیلی مهمه و اینکه تلاش کنی در راستای رسیدن به اون هدفه. یعنی یک مثلث بکشید، توی بالاش بنویسید اون چیزی که بهش علاقه دارید، پایین یه گوشش بنویسید استعداد و این بعد بنویسید تلاش و اون چیزی که می‌خواین رو بنویسید وسط مثلث. مطمئن باشید می‌رسید. اصلا ببینید من دارم این رو به شما میگم، دانشگاه‌ها دقیقا دستگاه فوتوکپی میده بیرون. درسته به شما علمش رو یاد میده، شما میتونی علم رو از دانشگاه بزرگتری به اسم یوتیوب یاد بگیری و کتاب‌هایی که هستش میتونی مطالعه کنی، کتاب‌های بیش از اندازه است. مثلا میتونید از اولین کتاب به اسم هنرچیست تولستوی استفاده کنی و آروم آروم بیایم بالا. من نمیگم تولستوی درست گفته، ولی آروم آروم که میایم بالا متوجه میشید و آروم آروم میبینید که دیدگاه شما نسبت به اون چیزی که میخواین بازتر و وسیع‌تر میشه. و حالا نظر من هست، اگه نتونستید دانشگاه هم برید، اگه دیدید که امکانش رو ندارید از نظر مالی از هر چیزی، وقتی علاقه داشته باشید پای پیاده هم شده باشه میرید. امیدوارم موفق باشید. ممنونم ازتون. ممنون از شما آقای سعادتی، ممنون از توصیه‌های خوبتون. خیلی هم عالی. دوستان من با اجازهتون جنبندی بحث آزاد امروز که با موضوع حق آموزش و پرورش بود را انجام میدم. ممنون از تک تک شما عزیزان که در بحث آزاد مشارکت کردید.
بررسی‌های انجام دادیم در مورد معضلات و مشکلاتی که در حال حاضر ایران وجود داره بر هنرستان‌ها، مراکز آموزش و دانشگاه‌ها که در و دانشجویانی که در رشته‌های هنری در واقع در تحصیل می‌کنن با چه مشکلات و چه کمبودهای مواجه هستن. دوستان راهکارهایی رو ارائه دادن، بررسی کردیم کمبودهایی که وجود داره در سطح‌های اولیه، در پایه ضعف‌هایی که وجود داره، ضعف‌هایی که خود آموزش پرورش به عنوان یک ارگان اساسی و مهم توی یک جامعه باش مواجهه، عدم استعدادیابیه و مشکلات فرهنگی که در ایران وجود داره که خانواده‌ها متاسفانه این بستر رو برای بچه‌هاشون فراهم نمی‌کنن که در آموزشگاه‌ها یا هنرستان‌ها متاسفانه تحصیل کنند. و همینطور در مورد دانشگاه‌ها صحبت کردیم، کمبود امکانات، در مورد مراکز آموزش عالی که هزینه‌های هنگفتی رو باید جهت آموزش هر چیزی توشون پرداخت بکنیم و اینها برای همه افراد قابل دسترس نیست. در کمبودها توی مناطق محروم صحبت کردیم و در نهایت هم با توجه به این که شاید عمیقا نشه به موضوع هنر برای آموزش چیزی رو ارائه داد، اما میتونیم با چیزهای کوچیک شروع کنیم، مراکز کوچیک رو راه اندازی کنیم و با هزینه های کمتر اجازه بدیم دوستانی که مایل هستن وارد بشن و از آموزش های هنری در واقع بهره مند بشن. همطور که خانم جامعه عزیز گفتن، هنر تنها به موسیقی و تئاتر و بازیگری و نقاشی ختم نمیشه. هنر زیر مجموعه های بسیار زیادی داره، جزئیات بسیار زیادی داره و همه آدم هایی که دارن توی این جزئیات فعالیت میکنن هم هنرمندن و از این داستان های کمبود ها و کمبود امکانات در واقع مستثنا نیستن. یه موضوع بررسی کردیم این که شخصی که در رشته هنری در واقع تحصیل میکنه عاقبت شغلی مطمئن و سیفی در واقع نداره و این هم معضلاتیه که متاسفانه در ایران دوستان هنرمند باهاش مواجه هستن. خیلی هم عالی. ساعت 9:06 شب من پایان جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان رو اعلام میکنم. ممنون از تک تک شما عزیزان که تشریف آوردید، وقت گذاشتید، سخنرانی کردید، مشارکت کردید و شبتون